سري کرکټ په اصطلاح کې ورته ویلای شو هغه بالو ته د انتظار دی یقینا چې نوروز منګل دا بال ډیر مخکې د بیټ په خلو کې او په ډیر ته انداز سره د بیټ په منځنۍ حصے سره ولوب د میډ آف طرف ته یو خولي څلوري زو واکه ډیر پزړه پورې شاټ او د سټایل ور شاټ د نوروز منګل له خوانه چې فل لند بالو او د هم دغه بال څخه ډیر استفاده بیا هم ګرانو لیدونکو تاسو ته ښه راغلاست وایي. تاسو ګورئ د افغانستان لوبډلې 29 منډې کړې دي، تر دا دامه پورې 90 منډې هدف ورکړل شوی دی. یعنې تقریبا دوی ته په کار دي چې په پاتې اورونو کې فکر کوم 150 منډې نورې لاسته راوړي، 160 منډې نورې لاسته راوړي. په ریاضي کې غلط شوم، ډېر زیات وبخښئ، کینې زه ډېر تکړه یم ریاضي کې. 29 منډې دي، 160 منډې دوی ته پکار دي تر څو پورې دغه هدف ته ځان ورسوي. بیا هم بالر خپل بالینګ ته دوام ورکوي، د قدمونو استعمال وکړه شهزاد محمدي، او دغه بال د ډیپ اکسترا کور په لورې باندې ولوبو. هلته فکر کوم فیلډر سره دغه بال ولګېده او راویني ولو واقعي چې زه فکر کوم چې کومه څلوریزه وه هغه یې وژغورله، خو ډېر تیز شاټ وبګورو چې دغه شاټ د فیلډر په کوم حصه باندې ولګېده، ځکه چې ډېر تیز شاټ و خو د ستایلو وړ ده چې ډېر په زړه پورې فیلډنګ یې ترسره کړو. واقعي تاسې ګورئ لاس یې زخمي دی. ما وویل چې شاټ ډېر تیز و چې فیلډر به وګورو چې په کوم ځای باندې په برخه باندې د بدن دغه بال لګېدلی. تاسو ګورئ ډاکټر هم میدان ته داخل شو، ولې نه، نو دته چا ویلي چې دغه بال نیسه، خو پرېږده چې څلور منډې شي لاس به دې هم نه خوږېږي که څنګه؟ بله همکار صاحب، ما این سنه را دیده مسابقه افغانستان در برابر تایلند از تیم 19 ساله به یادم آمد که یک بازیکنشان را در تذکره برد از میدان و ما تانستیم شما در صحنه بودین. ما به چند دویش شکست دادیم اونا را؟ بله زه د هغې لوبډلې سره مدیر یم، او هغلته لوبه چې د ملیشیا په هیواد کې ترسره سوی ما یادیږي چې موږ لوبه تقریبا د تایلند د هیواد سره وه. موږ تقریبا د هغوی پر وړاندې 420 منډې هدف ټاکلی و، فکر کوم 420، او هغوی مو صرف په 15 منډو باندې اوټ کړه. په هغې کې ځینې بیټسمنان میدان ته داخل نه سو، ځکه چې زموږ د بالرانو ډېر تیز بالینګ و او یو زخمي سو، و اونا حراس داشتن کې وارد میدان میشدن. بله، او تاسې وکتل مزیا صاحب سي نه یوازې دا لاسې پړسېدلی دی، فکر کوم دی نسي کولی سي بیرته میدان ته داخل سي، ځکه چې تیز شاټ او د شهزاد محمدي قوي شاټ یې رانیولی دی. واقعي چې ډېر په زړه پورې شاټ و. ما وویلی چې څلوریزه ده، بیا مې چې وکته بال په میدان کې پروت و، همدا وجه وه چې د ده په لاس باندې لګېدلی و، ځکه چې ډېر تیز شاټ و او د زخمی سره د میدان څخه د باندې خارج. یقینا چې ډیر ښکلی شاټ و د رومي ورکړو شهزاد محمدي، او د قدمونو په استعمال سره بال ډیر ښه میډل سو، د بیټ په منځنۍ حصې سره ولګېده، خو فیلډر هم خپله هڅه وکړه او په هڅه کې کامیاب سو. هماغه و چې د ده په لاس ولګېده، او د ده هماغه و چې دی د ګراوند نه یا د لوبغالي نه بهر ووته. ډیر تیز شاټ و، یقینا چې درې منډې خپل ټیم لپاره وساتلې. بیا هم بالر خپل بالینګ ته دوام ورکوي، ډیر ښکلی بالینګ تر دا دامه پورې دې بالر ترسره کړی. بیټسمین ته زیات روم نه ورکوي، یعنی زیات وخت نه ورکوي تر څو پورې هغه چمتو شي او شاټ ووهي. واقعي چې ډیر په زړه پورې بالینګ تر دا دامه پورې دغه بالر سیده، او فکر کوم او ډم به ده که نوم مې نه وي غلط کړی، ترسره کړی دی. ډیر په زړه پورې بالینګ، لاین او لینت کې ټایټ بالینګ کوي. بیا هم ګران لیدونکو تر دا دامه پورې د تشویش وړ خبره نه ده، اوس 60 منډې پاتې دي صرف. کېدی شي د وکوی نه وروسته یې پرکو، یا وکوی نه مخکې پرکو، څه نه شو ویلی. خو بیا هم که هر کله یې پرکو، موږ ته پکار ده چې لوبه وګټو. ګران لیدونکو بیا هم بالر خپل بالینګ ته دوام ورکوي، په دفاعي انداز سره بیټسمین دغه بال ولوبه، کومه منډه ترسره نه شو. بله یقینا مخکې همکار صاحب چې غروال صاحب یو اشاره وکړله چې په تذکره کې هغه لوبغاړی وړی و، هغه به زما په نظر باندې په تایلند کې د 14 کلونو لوبډلې تر منځ د 14 کلونو نه ویلو، نو حق هم زما ته یا شي چې یو لوبغاړی په ګوتو باندې په پنجو باندې ویشتی و، هغه ونه سو کله چې ګراوند په خپلو پښو ولاړ شي، هغه یې په تذکره کې البته د 19 کلونو ځوانانو له لورې نه جاوید
جاوید چې د زمونږ فاست بالر هغه په خپه باندې وشته و. در رابطه به تیم 16 ساله هم باید را بگوییم که ما تیم چین را فقط به ساختن نو دوش شکست داده بودیم. بله هغه هدف بسیار عالی هدف بود، یعنی چې تقریبا د افغانستان فکر کوم د 15 کلنو ځوانانو لوبډلې سیده هغوی 360 منډې کړې وې، او د چین هیواد سیده ټوله لوبډلې سیده په 9 منډو باندې اوټ کړې وې، اوټ کړې وه، او هغې کې هم څلور اضافي منډې وې. نو ما دا ورته ویلې مالې چې په دې بخش کې دوی ډېر کمزوري دي، حالان کې په دا صنعتي بخش کې هغوی ډېر پیاوړي دي. دا لوبه د کرکټ ده ډېره سخته ده، هغه هم یو نړیوال ریکارډ تر اوسه پورې پاتې ده. نو بیا هم ګران لیدونکو تاسې ګورئ نوروز منګل او شهزاد محمدي ډېر په زړه پورې او هوښیار تیا سره خپل بیټنګ ته دوام ورکوي، نه غواړي چې خپله ویکټ د کینیا د بالرانو په وړاندې له لاسه ورکړي. لیدونکو تاسو ګورئ چې شهزاد ګران لیدونکو تاسو ګورئ چې شهزاد محمدي په 15 منډو باندې ناټ اوټ ولاړ دی، او همداراز ورسره نوروز منګل په 12 منډو باندې ناسوځېدلی ولاړ دی. بیا هم تر دا دامه پورې ډېر په زړه پورې بیټنګ دواړو لوبغاړو ترسره کړی، تر دا دامه پورې د دوی ملګرتیا چې ده هغه 10 منډې ده. نو خدای دې وکړي غروال صاحب چې تر پایه پورې دوی ونه سوځېږي، ځکه چې نور بیټسمنانو ته به دمه وخت پیدا سي، هغوی به دمه وکړي او په بله لوبه کې که ضرورت شو هغوی نه به کار واخلو او دمه به هم وي که څنګه؟ بله همکار صاحب، و همچنان میخوایم یادآور شوم که در سال روان تیم ملی افغانستان یک مسابقه خود را هم نباخته است و رد یعنی پی هم تمام مسابقات خود را برده است که ما میبینیم امروز روی اسکرین خود ما میبینیم و ارزیابی میکنیم که سطح ما به کدام سطح رسیده است و فعل حال ما در کدام سطح قرار داریم. پس بازیکنهای ما از توانایی های خوب برخوردار هستند و انشالله که یعنی قسمی که همکار صاحب گفت مسابقه امروز هم بدون از دادن کدام ویکت خواهیم بود. په دې هیله ګرانو لیدونکو چې موږ یو لوبغاړی هم له لاسه ورنه کړو او په لسو ویکټو دوی ته ماته ورکړو، او دا ارمان یې په زړه کې پرېږدو چې دوی یو لوبغاړی زموږ سوځوي. که چېرته نوروز منګل او شهزاد محمدي دغسې لوبې ته ادامه ورکړي، نو دوی به هیڅکله هم یو لوبغاړی ونه سوځوي. ګرانو لیدونکو تر دا دامه پورې تاسې ګورئ 10 منډې دې کوم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی. بیا هم نوروز منګل دغه بال د پوینټ په لوري باندې ولوبو، هلته په ډی پوینټ باندې فیلډر موجود دی او یو بله اسانه منډه. دې سره د افغانستان د ملي لوبډلې ټولې منډې 2 ولې کوم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی. نوي منډې هدف ټاکلی د کینیا لوبډلې. د نن ورځې په لوبه کې د کینیا د لوبډلې کپتان اوبویا پچا یا ټاس وګټل، او په خپله د ځان سره دغه فیصله درلودله چې بیټنګ یا توپ وهنه ترسره کړي، او په موجوده 500 اورونو کې دوی صرف نوي منډې هدف د افغانستان د لوبډلې پر وړاندې وټاکه. د نن ورځې په دا هم ګران لیدونکو آوټ سایډ ایجو بال د بونډرۍ په لور باندې روان دی، اما ډېر ښه فیلډنګ د فیلډر له خوا نه ترسره شو او دواړو بیټسمنانو وکولی شو چې په تیزۍ سره دویمې منډې ته هم راستانه شي. دې سره د افغانستان د ملي لوبډلې ټولې منډې 24 ولې کوم لوبغاړی لاسه نه دی ورکړی. دا ګورئ تاسې زموږ تخنیکي همکاران تاسو ته د دې تکرار یا ریپلی ښیي چې ډېر په ښکلي انداز سره وړاندې کوي. د ترډ مین په لوري باندې دغه بال لاړ، فیلډر لږ وایډ اېش ولاړو د ترډ مین، او تر څو پورې چې فیلډر بال راخلي دوه اسانه منډې. دې سره ټولې منډې 24 ولې کوم لوبغاړی لاسه نه دی ورکړی. یقینا همکار صاحب، تاسو ولیدل چې شهزاد کوم شاټ وه، دا ډیر غلط شاټ و زما په انبانی، او هماغه و چې یو نوروز منګل راغی ورته هغه ته څه هدایت ورکړو چې ضرورت نشته داسې شاټونو ته چې ته رسک اخلې او یا خطر اخلې، نو په آرامه څه رنځونه کېږي. یعنی هغه هم نوروز هم منګل هم تاسو بهتره معلومه ده چې یو پیاوړی او تکړه د ټیم کپتان پات شوی دی، یو سینیئر لوبغاړی پات شوی دی، همدغسې چې یو لږ جونیئر لوبغاړی سره سینیئر لوبغاړی وي، هماغه ده چې جونیئر لوبغاړی هم ځکه ځلیږي په میدان کې. نو شهزاد ته داسې شاټونو ضرورت نشته، په هر حال 24 منډې دي، نوی هدف ده، او کومه ویکټ موږ د لاس نه ده ورکړی. او د بالینګ آوټ سایډ آف سټمپ ته بال او بله منډه د افغانستان په ګټه باندې. دې سره ټولې منډې 15 ولې بالکل. او د بالینګ په شعبه کې هم اول ځل لپاره د کینیا کپتان اوبو یو تبدیلي راوسته، اګه راوستو دغه اور لپاره. دغه بالر دی لسم نمبر بالر دی چې په بیټه کې هم ښه وځلېده. په دغه نننۍ سیالۍ کې تقریبا 24 یا 25 منډې جوړ کړلې، او په تېره سیالۍ کې چې په شل اوریزو کې هم د دوه لوبغاړي سوځولي وو. په هر حال دلته هدف ډېر زیات نه دی، او زموږ دواړه لوبغاړي ډېر په اطمینان سره لګیا دي. ډېر ښکلی شاټ د شهزاد محمدي له خوا نه د میډ آف لوري باندې، هلته فیلډر
موجود دی کومه منډه تر سره نشو 15 دیرش منډه دی د افغانستان د لوبډلې کوم لوبغاړی لاسنه دا ورکړي تر دا دمه پورې کومنګ ګورو ګران لیدونکو د افغانستان لوبډله لکه سرنګ چې موږ ویل غروال سی بوس هغه لوبډله نه ده سی باید د کینیا سکاټلند هالند یا د نور لوبډلو سره پرتله کړو د افغانستان لوبډله یو دسی لوبډله ده سی باید دوی د استرالیا انګلستان پاکستان هندستان د دوی په وړاندې دغه سی لوب تر سره کی او غوی سره دغه سی د غری وه بیا هم ډیر خپل شاټ سیده شاټ د بیټسمن لخوانه او په اخیری لمحو کې فیلډر دغه بال فیلډ کړ تر څو پرې چې فیلډر په بال فیلډ کوي او بیرته بالر تر اچوي دوه نورې منډې تر سره شوې دې سره ټولې منډې ودر شولې کوم لوبغاړ لاس نه دی ورکای نو زمونږ ان شاء الله په لیول کې ډیر فرق دی او دغه لیول مثال زه در کوم په نسکلن ځوانانو کې نو نسکلن ځوانان چې کله د ملیشیا هیواد ته سفر درلود هغه ته موږ ټولې لوبې یو طرفه وګټلې او جام جهاني یا نړیوال کپ ته مو د نسکلن ځوانانو لاره هم پیدا کړې چې په 2014 کال د فبروري په میاشت کې به تر سره شي. بله بله ګران لیدونکو تاسو بیا هم ګورئ د افغانستان د لوبډلې ټولې منډې ودیرش دي کوم لوبغاړی لاس نه دی ورکړی نوی منډې هدف دی د افغانستان د لوبډلې لپاره د در دا دمه پورې ډېره ښه ځلېدلې ده د افغانستان لوبډله که چېرته ګرانو لیدونکو د افغانستان لوبډله وکولی شي چې د نن ورځې په سیالۍ او هغه سیالۍ چې د راروانې جمعې په ورځ به ترسره کېږي کامیابي یا بریا خپله کړي کولی شي چې نیغ په نیغه د 2015 کال جام جهاني یا نړیوال کپ ته لاره پیدا کړي ولې که چېرته خدای مکه خدای مکه چې د افغانستان لوبډله په دغه سیالیو د لړ څخه پاتې شي یو بل ډیویژن 1 سیالۍ موږ هم لرو چې هغه به د نیوزیلینډ په هیواد کې ترسره کېږي سې د هغې له لارې بیا موږ هم کولی شو سې جام جهاني ته لاره پیدا کړو اول او یا دویم مقام که واخلو بیا هم بالر خپل بالینګ ته دوام ورکوي په وړاندې نوروز منګل دی دا هم ډیر ښکلی شاټ د ډیپ مډ وکټ په لورې باندې او بال د بونډرۍ څخه د باندې د څلورو منډو لپاره په زړه پورې شاټ د نوروز منګل له خوانه دې سره د افغانستان د لوبډلې ټولې منډې یو څلوېښت شولې کوم لوبغاړی لاس نه دی ورکړی تاسو ګورئ چې نوروز منګل دغه شاټ چې د لانګن او میډ ویکټ ترمنځ تر سره کوي واقع چې ډیر په زړه پورې شاټ او ډیر په اسانۍ سره وکولای شو چې دغه بال اولو به یو دې سره یو څلوېښت منډې شولې د افغانستان د لوبډلې کوم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی تاسو ګورئ د دغه شاټ تکرار چې ډیر په ښکلي انداز سره زموږ تخنیکي همکاران تاسو ته دغه تکرار ښایي بیا هم ډیر په ښکلي انداز سره بیا هم بالر چمتو دی خپل بالینګ ته دوام ورکوي په دفاعي انداز سره نوروز منګل دغه بال اولو به کومه منډه تر سره نه شوه یو څلوېښت منډې دي د افغانستان د لوبډلې د نوي منډو د هدف په مخه باندې او کوم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی واقع چې تر دا دمه پورې د افغانستان نه صرف دا چې د بالینګ په برخه کې ډیر په زړه پورې بالینګ ترسره کړی بلکې د بیټنګ په برخه کې هم تاسو ګورئ چې تر دا دمه پورې کوم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی او خپل بیټنګ ته نوروز منګل او شهزاد محمد ډیره ښه ادامه ورکوي په برنامه کې بیا هم لشکري صاحب نه ډیره مننه کوو او ورته ښه راغلاست وایو. خوش بگیر جناب همکار، یک سوالی که خیلی حالا در ذهن همه هست و این سوال مطمئنا پاسخش در نزد شما هست که تیم ملی کرکت افغانستان بازی را در قسمت امتیاز گرفتن و وکت و به حال بت کردن دفاعی شروع کرده، اینا همه میدونن خیلی کمتر از اون امتیازهای 6 امتیاز و 4 امتیاز ما میگیریم، این به این خاطر است که ما ویکت نشیم یعنی بازیکن ما اوت نشه. بالکل ډیر خټی کی ته اشاره وکړه د خوخی زیاده ده چې لشکری صاحب وستم هم په کرکټ باندې ډیر زیات خوش په دې ورځو کې خیلی علاقه تخنیکی برخه کې دوی مونږ ته پکار دي چې مونږ تیز لوبه ونه کړو یعنی هیڅ ضرورت نشته نوی منډه هدف یو ډیر کم هدف دی ډیر زیات کم هدف دی او دوی کولای شي چې په اسانۍ باندې دغه هدف ته لار ځان ورسوي که چیرته دوی تیز لوبه وکړي او وکټې له لاسه ورکړي بیا هم څه نقصان موږ ته نشته ولې د تیز لوبې ضرورت نشته په دې وخت کې دوی ته پکار دی چې په دغه لوبه کې صرف کامیابی ترلاسه کړي. بله یک وقفه کوتاه تا
لحظات بعد هر دو تیم یک استراحت یک و نیم ساعته را خواهند داشت. ما در خدمتتان خواهیم بود همراه با جناب همکار و سایر دوستان، اینکه در رابطه با کیفیت تیم صحبت میکنید، در رابطه با این دیدار و در رابطه با دیدار روز جمعه ما که خیلی مهم هست. و اگر در این دیدار ما پیروز شویم، در دیدار روز جمعه پیروز شویم، ان شاء الله مستقیم میریم به جام جهانی. در غیر از او اگر در این دیدار ما پیروز باشیم، خدای نکرده روز جمعه را حریف استکم بگیریم و خوب بازی نکنیم، خطر اینکه ما مستقیما به جام جهانی صعود نکنیم و به گروه بازنده ها سقوط کنیم خیلی زیاد هست. یک ضربه بسیار خوب دیگر، و اگر از این بازیکن عبور کرده بود مطمئنا ما میتونستیم 4 امتیاز دیگر را از آن خود کنیم. 41 رنز بدون حتی یک بازیکن اوت شده و تارگت هم 90 هست که مطمئنا کرکترهای افغانستان و کسانی که بت میکنن خیلی با این موضوع وقف گرفتن و آشنا شدن که بر راحتی میتونن حداقل بازی امروز را با پیروزی پشت سر بگذارن و تیم ملی کنیا را و مثل دو شب پیش یک بار دیگر در همین ورزشگاه تحقیق کنن. یک ضربه خوب دیگر، و اگر این بازیکن و همان سیستم و همان ترکیب تیم کنیا باعث شد که ما حالا 4 امتیاز دیگر را نگیریم، و ضربه ای که خیلی عالی زده شده شیرزاد به نظر واقعی ډیر خپل شاټ او تاسو وکتل د کینیا چې کوم کیپټن دی هغه هم د فیلډر شاته بوله تر څو پورې د سلوریزي وژغوري. دا یو تاثیر لشکری صاحب دا هم غورځوي که چیرته مونږ یو لوبغاړی هم ونس وزیږي او مونږ هدف ته ځان ورسو نو په دوی باندې به فشار نور هم زیاتیږي په بل لوبه کې، چې ان شاء الله مونږه چې دوی څومره کولای شو چې هم ذهني او هم فزیکی کمزوري کړو تر څو پورې هغه بل سیالي کې هم بریا خپل کو. بله، یک وقفه کوتاه. کل افغانستان میبینم، کل افغانستان میبینم. بخاری از ایلیار به ما یک میسیج آمده باز برکشه. دو ساعت دیگه برم به نام خوردن. ما و همکار سوی 15 دقیقه گپ میزنیم، باز برنامه رو ختم میکنیم، میریم به نام خوردن کل ما، باز پس میایم که مچ چیز ادامه مچ گزارش کنیم. چهل و چهار امتیاز بدون حتی یک بازیکن اوت شده و 90 امتیاز هم تارگتی است که تیم ملی کنیا برای ما قرار داره. و این چنین اگر بازیکنان ما خوب کار کنن مطمئنا در آورهای ابتدایی بیشتر به دنبال این هستیم که بازیکنان ما اوت نشه تا اینکه ما امتیاز بگیریم، و هر چقدر که شمار آورها زیادتر میشه قدرت ضربه زدن بازیکنانی که بت میکنن هم بیشتر میشه تا که با امتیازهای 4 امتیاز و 6 امتیاز برسن، که مطمئنا گرفتن 4 امتیاز و 6 امتیاز در شرایطی که 90 تارگت هست زیاد دست ترینر و دست سرمربی ما را بسته نگاه نمیکنه، و مطمئنا سرمربی ما خیلی زودتر از بازی های دیگر میتونه حالت حمله ای خود را آغاز کنه. و یک ضربه بسیار عالی که دا هم گراند بابال پسیو دا هم می نکولی شو چې دغه کیچ تر سره کی واکې چې ډیر مشکل کې چو دغه شاټ د اکسترا کور په لوري باندې ونو با فیلډر ډیره هڅه وکړه تر څو پوری دغه بالونی سي اما ناکام شو. اوت نشوت بلکل دوی تا گوره لکه مخ که منگ هم یا لشکری سه بیادوانه وکنه دوی تا پکار دی چه تیزی اونه که دا افغانستان دوارو لوبغاړو تا دوی تا پکار دی چه لاندی لوبو که پاس په هوا کې لوبو اونه که ترسو پوری دا هدف تا پاسانه سر ورسیگی زکا سی هدف دیر کم دا اورون دیر زیاد دی کچیر تا منگ پا هر اوور که یعنی پشپگو بالونو بانی دو منډې هم تر لاسه کو نو مونږ کولای شو دغه هدف ته ورسیم بدون شک. و خوشبختانه بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در این صحنه با ضربه بلندی که به توپ میزنه اوت نمیشه، به دلیلی که توپ از دست بازیکن تیم کنیا رها شد و به زمین افتید، و همین دلیل باعث میشه که ما همچنان با امتیاز 46 و البته موضوعی که خیلی مهم هست حتی بدون یک بازیکنی که اوت شده باشه کار را دنبال میکنیم، و اگر ما بتانیم که حداقل خود با همین حساب به آور دهم رسانیم بعد از اون مطمئن باشید که سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان شما مردم افغانستان را به هر حال شاهد خواهد گرفت تا یک بازی زیبا و تماشاگر پسند را بعد از اون ما
آغاز کنیم. تیم ملی کرکت افغانستان چیزی نمانده که به جام جهانی 2015 استرالیا راه پیدا کنه. حالا فست بالر خود چنج میکنن و بازیکن دیگر میگه که بیشتر فنی به توپ ضربه میزنه و این حرکت که میتونه 4 امتیاز باشه. بلکل ډیر ښکلی شاټ و د ډیپ سکوئر لک په لوري باندې د نوروز منګل لخوا نه ترسره شو تر څو پورې چې فیلډر بال راخلي او بله منډه هم اضافه شوه. دې سره د افغانستان د لوبډلې ټولې منډې وڅلوېښت شولې ګرانو لیدونکو، او کوم لوبغاړي لاسه نه دی ورکړی. باید لشکري صاحب د دې یادونه وکړو چې د یو تلویزیون صرف دغه حق لري چې دغه لوبې په ژوندۍ بڼه باندې، او هغه لوبه چې د جمعې په ورځ ده او په 11 تاریخ باندې چې کومه لوبه ده هغه هیوادوالو ته خپرې کړي. او د کامیر د هوایي شرکت څخه هم ډېره مننه ده. بال تاسې هم ګورئ چې د فاین لیک په لوري باندې دغه بال ولوبېده او دوه نورې منډې اضافه شولې. نو د دوی ټولو څخه ډېره مننه کوو چې د دغه سیالیو په برخه کې له موږ سره مرسته کړې، او خصوصا ستاسو د ټولو تخنیکي همکارانو سره. واقعي پرون چې موږ کرکټ بورډ ته لاړلو هلته موږ ته خلک راځي یا مثلا مسیجونه کړي وو، هغوی د یو تلویزیون د نشریاتو څخه ډېر خوشحاله وو چې دغه لوبې که تاسې لیدلې وي نړیوال ټین سپورټس یا نور چینل یې هغسې وایښي، او نور هم دوی ته موږ وای د بریا په هیله چې نور هم تاسې بریالي اوسئ په دغه کې چې نور هم ښه نشر کوي په آینده کې. تشکر. انشاءالله اینچنین خواهد بود. و ما هم همونطوری که در ابتدای برنامه گفتیم یک تشکری خیلی ویژه باید از کرکت بورد افغانستان داشته باشیم به دلیل زحماتی که در چند سال اخیر برای کرکت افغانستان نخیر برای سربلندی ملت افغانستان کشیدن. یک موضوع. موضوع دوم یک تشکری خیلی خاص و ویژه از شرکت هوایی کامیر داشته باشیم که حمایت کننده مالی این برنامه در افغانستان. بیا هم انگوچی چې ډېر مشکل نمونه دی د کینیا د لوبډلې خپل بالینګ ته دوام ورکوي. وبه ګورو چې انگوچی چې د غټ ویښته هم پریښي دي کولی شي چې خپل لوبډلې ته یو لوبغاړی وسوځوي، او که څنګه خو تر دا دمه پورې تاسې ګورئ ډېر ښکلی سویپ شاټ د نوروز منګل لخوا نه، ما بال ډېر سلو صرف یوه منډه. ما 41 امتیاز دیگر کار داریم. بله بله، ما 40 امتیاز دیگر کار داریم که بتانیم تیم ملی کرکت کنیا را شکست بدیم، و فکر میکنم گرفتن 40 امتیاز در این آبرهایی که باقی مانده دور از انتظار نیست جناب همکار. بالکل لکه سنگ مخکم چه تاسو یادونه وکړه سید کینیا لوبډله کې دی شي دیر شاورونه هم ونه لوبوي، یعنی تاسی ور شاید ونه تانه که بازی کنه. نو دوی تاسې وکتل چې تیم خوبی است جناب همکار. 114 سال قدمت داره این تیم. دا د ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. ګوره زه درته وایم د کینیا لوبډله ډېره قوي ده، خو د بلې لخوا نه که ته ګورې چې د افغانستان لوبډلې پر وړاندې دوی ښه لوبه نسي کولی، دې نه دا معلومیږي چې د افغانستان د لوبډلې لیول اوس ډېر جګ سوی ده. یعنی موږ د کینیا، سکاټلینډ، هالینډ، امارات د دې لوبډلو نه هم لیول ډېر جګ ده. او د دې یو مثال زه درکوم، کله چې موږ د ملیشیا هېواد ته زه خپله مدیر وم، ورسره د 19 کلونو ځوانان لوبډلې سره اوس تللي وو، هغه هم جام جهاني ته وتلی چې دا هم ښه خبر ده لیدونکو لپاره. په او خاطر هم به شما تبریک میگیم. تشکر. نو په هغې کې چې موږ وکته موږ به د یو لوبډلې پر وړاندې 420 منډې وکړې، یعنی 420 نمره، او هغوی هم تقریبا په 15 منډو باندې اوټ کړې. بسیار خوب، یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از او برمیگردیم. نو لشکری صاحب، هغه لوبو کې چې موږ وکتل یو لوبډلې ته موږ 420 نمره، یعنې 420 نمره کړې، او هغوی هم ټول صرف په 15 منډو باندې اوټ کړل 25 نمره. نو او د هغې نه علاوه د اماراتو لوبډله هم په 850 منډو اوټ کړل، زموږ یو لوبغاړی ونه سوځېد. مخکې به دغه لوبډلو موږ ته شکست راکړو، د دې نه دا معلومیږي چې د افغانستان د لوبې دغه هغه چې دا سطح ډېره جګه شوې ده. موږ باید د استرالیا، انگلستان دغه سی لوبډلو سره چې ډېرې ښې لوبې وکړو. پس با توجه به صحبت های شما جناب همکار، تیم ملی کرکت افغانستان در سالهای آینده هم خیلی قدرتمند خواهد بود، به دلیلی که نوجوانان و جوانان خوبی در حال رشد هستند، در حال آماده سازی هستند، و یکی از کارهای بزرگی که کرکت بورد انجام داده و سایر رشته‌های ورزشی تا کنون انجام ندادن این است که کرکت بورد افغانستان خوشبختانه حالا یک اکادمی ورزشی داره، و داشتن یک اکادمی
آکادمی ورزشی او هم در کشوری مثل افغانستان واقعا دور از انتظار بوده و واقعا سخت و مشکل و دشوار هست، نیاز به هزینه بسیار زیاد بالایی دارد. ما امیدوار هستیم حالا رشته های دیگری مثلا مثل فوتبال هم در افغانستان خودکفا شود، یعنی بتونه خود فوتبال خرج و مصرف و مصارف خود را بکشه و در راه آینده سازی تهداب گذاری کارهای صورت بگیره در افغانستان. و حتما شما تفاوت ها را احساس میکنید و امیدوار هستیم که این تفاوت ها هر چه زودتر کم شود. مثلا ما در کرکت بعد از 10-12 سالی که حالا کرکت به صورت رسمی در افغانستان توسط کرکت بورد پیش میره، حالا میایم قد علم میکنیم برای تیم ملی پاکستان، برای سریلانکا، برای استرالیا، برای تیم ملی کرکت هندوستان استاد میشیم، میگیم که ما از پیش باخته نیستیم، بیا مسابقه میتیم با یکدیگر ببینیم که زور کی بیشتر است. ما امیدوار هستیم در رشته فوتبال هم این گونه شه. ما میگیم پاکستان و بعضی کشورهای دیگر، این به این خاطر است که در کرکت ابرقدرت های دنیا همین کشور هستند. مثلا حالا تصور کنید چند سال بعد تیم ملی فوتبال افغانستان باید بتونه از جنوب آسیا خارج شه. ما قهرمانی در جنوب آسیا خیلی مهم هست، با تمام ورزش افغانستان تبریک میگیم، اما باور کنید که سطح ورزش در افغانستان بیشتر از کشورهای جنوب آسیا در رشته فوتبال، و حالا ما باید قد علم کنیم بریم با کشورهای مثل کره جنوبی، ژاپن، ایران و بعضی کشورهای دیگه مسابقه بدیم. خیر است، شاید 10 سال ببازیم، اما سال 11 هم بالاخره میتونیم یک مساوی رو بگیریم. و این است که نترسیم، کمی بیدار باشیم و مثل کرکت افغانستان گارمه‌های موثری را برداریم. یک موضوع، موضوع دیگری که همین لحظه به ما گفتند و تشکری ویژن باید داشته باشم از کسایی که گپ به ما زدن، این که موضوع لالیگا هم تمام شد و همانطوری که شما دوستان عزیز در جریان هستید، ما لالیگای اسپانیا، رقابت‌های لالیگای فوتبال اسپانیا را به صورت زنده قانونی و کاملا قانونی ما خریده بودیم، یعنی شبکه تلویزیونی یک، تا شما هموطنان عزیز یعنی بیننده های ما که لیاقت بهترین ها را دارید مثل همین کرکت، بتونید او بازی ها را به صورت قانونی و با فضا و اتمسفیر کیفیت تصویر بالا ببینید. بعضی از شبکه های دیگر آمدن دزدی کردند از دیگر چینل ها و دیدید که لوگوی شبکه های مختلف عربی و بعضی وقتها اسپانیایی هم در بالای تلویزیونشان بود. حالا امروز همین لحظه اطلاع دادند که سارانوالی جمهوری اسلامی افغانستان کیس تمام شبکه ها را که به صورت غیر قانونی کار میکردن به اجرا انداخته و بعد از این هیچ شبکه‌ای نمیتونه به صورت غیر قانونی او فوتبال ها را دزدی کنه، به سرقت ببره. و امیدوار هستیم که این سرقت ها و این دزدی ها هر چه زودتر به پایان برسه، اگر نه اونا میفهمن و سارنوال صاحب سارنوال میفهم. بسیار خب جناب همکار، وقفه چیز گرفتن که یک به هر حال دست روی تازه کنن، آبی بنوشن، نانی نوش جان کنن و بعد از ان شاء الله باز هم برگردن به خاطر اینکه هر چه زودتر گلیم کنیا را در این بازی جمع کنیم. انتظارات چیست؟ توقع شما از ادامه بازی چیست؟ فکر نمیکنی حالا از حالت دفاعی جدا شیم و بیشتر حمله کنیم؟ نه بالکل دیت ضرورت نیست است. من په تیز زبان لوب تر سره کو تاسو وکتل سه لومړی د کینیا لوب دل مشر او بویا پچا یا تاسو غټل په خپل د بیټینګ فیصله لزان سره درلوده. دا غي وازنی وجه دا وک چیرته افغانستان لومړی بیټینګ کړای وي نو دوی به کېدای شي چې تر 300 پورې منډه هدف دوی ټټا کړای وي. نو د دې ویری په خاطر باندې غوی د بالینګ فیصله وکړه او بالینګ او بخې د بیټینګ فیصله وکړه، بالینګ فیصله و نه کړه. او تاسو وکتل سي نوې منډه هدف یوازینی وجه حمید سند سي سلور لوبغاړي وسوځول، ډیر پزړه پوري بالینګ تر سره کور سره شاپور زادران سي دوه لوبغاړي وسوځول، امدار از روسته بیا سمي الله شینواري ډیر خه بالینګ، حمزه هوتک خه بالینګ تر سره کنو. زمونږ بالینګ اکثره سي لشکري سي مونږ لوبي ګټلې دي په نړیواله سطح، مونږ د بالینګ برخه ډیره کوي و ولی وستا سي ګوري سي بیټینګ برخه هم د مونږ ډیره کوي سوي ده. نو ان شاء الله تعالی بیت کدام بازیکنای ما خیلی قدرتمند قوی هستن؟ مثلا حالا در بالینگ ما میگیم خب ما حمید حسن نداریم دیگه، شاپور زدرا نداریم، این بازیکنا بازیکنای خیلی فست بالرای تیم داوی چی، یو بالر وی یو بیټسمن یو آل راوندر وی. آل راوندر په دې معنی باندې چې هم بیټینګ کولای شي هم بالینګ. نو په هغه کې زه باید وایم چې نبی ساحل یو داسې لوبغاړی ده د افغانستان په ملي ټیم کې چې هم خب بالینګ کوي هم خب بیټینګ، او دا استعدادونه ډیر کم لوبغاړي کوي. همدار از نوروز منګل ډیر خب بیټسمن ده، شهزاد محمدی ازغرستان تاسی پتیره لوبه کې وکړه، همدار از سمیع الله شینواره هم د استعداد لري چې هم بالینګ او هم بیټینګ، او پتیره لوبه کې تاسو وکړه چې په اخر کې ډیره غټه شپږیزه وهاله. نو ان شاء الله مخکې مونږه ستونزه سیو په ټیم کې، هغه دا واسې مونږه د بیټینګ په برخه کې خنه زلیدو، اکثره به مونږ د بالینګ په هغه باندې په مټ باندې لوبه ګټلې، ولی وس تاسو وکړه چې په دې نږدې کې مونږ د بیټینګ په برخه کې هم ډیر زیاته پیاوړتیا راغلی ده. همدا وجه داسې نه یوازې داسې په بالینګ کې مونږ خزلیګو، بلکې په بیټینګ کې هم ډیر خزلی کو. بله بسیار خوب. و کسانی که بعد از این احتمالا در خط نخست بیت ما قرار میگیرند، به نظرتان کی کیا خواهد بود؟ زه دا وایم از کیا استفاده؟ زه دا ډیره خپختنه وکړه، تخنیکی پختنه ده.
حشمت الله شهیدی د اوس زمونږ د نس کلونو ځوانانو په لوبډله کې لوبه کوي او خوشبختانه ملي ټیم ته یې اخیستی ده. اول وار داسې ملي ټیم ته تللی او نن نړیواله لومړۍ یو ورځنۍ لوبه ده چې دا د یو لوبغاړي لپاره ډېره غټه هغه وي خوب لیدل وي سي ما نړیواله یو ورځنۍ لوبه زه وایم که د دې نه وروسته چېرته حشمت الله شهیدی ته چانس ورکړي چون لوبه هم ډېره اسانه ده او هغه به هم نړیوال فشار سره لږ بلد شي نو ډېره ښه فیصله به وي. خو اول خود خدای وکړي چې یو لوبغاړی هم ونه سوځېږي که څنګه. من امیدوار هستم که بازی رو خیلی زود بتانیم با موفقیت پشت سر بگذاریم. یک موضوع دیگه که در بازی روز جمعه چگونه پیش بینی میکنید؟ آیا کنیا باز هم با همین قدرت و با همین توان و با همین پوزیشن میاد در برابر ما قرار میگیره یا که نه از نقاط ضعف ما استفاده میکنه و خوبتر بازی خواهند کرد؟ زه فکر کوم لشکری صاحب د کنیا لوبډله ته دومره مهمی لوبی ندی ځکه دوی ډیره تیاری هم نه دنی ولی او لوبی ډیره اسانه اخلي که چیرته دوی دغه لوبی وګټي مثلا په دې کې بریا خپل کې بیا هم نشي کولای چې جام جهانی بیا پاکستانی مهدی نه خرند دفتن یک هندی لوبغاړی ورسره شته پټیل هندی ده او کریم چې دا پاکستانی ده دوی سره یوازینه د افغانستان داسې لوبډله ده چې ټول افغانان پکې لوبیږي نور د استرالیا په هیواد کې پاکستانی شته د انګلستان په هیواد کې هندوستانی پاکستانی شته او دا اوس د کینیا په لوبډله کې یو پټیل سي دا هغه دا اوس په لوبه کې ده هغه د هندوستان د هیواد نه ده همداراز کریم د پاکستان د هیواد نه ده یوازینه افغانستان لوبډله په دې افتخار کوي چې ټول افغانان دي او ټول د افغانستان څخه پس خوشبختانه میتونیم بگیم که تیم ملی کرکت افغانستان در میان تیم های قدرت من در کرکت بله. جهان پاکترین و سوچترین تیم است و تمام بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان از همین خاک پر افتخار کشور خودمان هستند. بالکل بالکل در ډیره خبره ده یعنی امارات و هیواد که کته وګوره هغه کې ټول هندوستانی او پاکستانی دی یو لوبغاړی هم د اماراتو نه ده د کویت په لوبډله کې کوي نه ټول هندي او پاکستانی دي یو لوبغاړی هم د کویټې لوبغاړی نشته چون موږ ورسره لوبې تر سره کړي نږدې هم د هغوی لوبډلې کتلي دا ډېره ښه خبره ده چې موږ ټول افغاني لوبغاړي لرو او نوي ځوانان چې کوم راځي هغه هم ډېر پیاوړي لوبغاړي لرو چې لکه حشمت الله شهیدی ته نن په لوبه کې برخه ورکړل سوې ده خدای دې وکړي چې هغه هم په دغه لوبه کې که بیټنګ ورغی که چانس ورغی په دې که نوروز منګل او شهزاد محمدي چانس ورکړه بیا به وګورو چې څنګه لوبه ده. بسیار خوب، حالا موضوع دیگر، ما اگر انشاءالله خوشبختانه با این تیم ملی کرکتی که ما داریم و این قدرت ضعیفی که کنیا در برابر ما داره، کنیا تیم خوبی است. خب باور کنید 114 سال میشه که بلکن. کرکت دارن، یک بار همین کنیا ما را شکست داده، اما باور کنید این رقابت ها زورش به ما نمیرسه. 2003 کال که لشکری صاحب جام جهانی که سیمی فاینال تر رسیدل یعنی نیمه پای لوبتا بسیار عالی، یعنی در بین 4 تیم برتر جهان هم بوده بلکه کنیا. ما پس تیمی را در حال شکست دادن هستیم آن هم شکست عادی نیست که بگیم با یک رنز دو رنز سه رنز اختلاف یک طرفه کاملا یک طرفه شکست داده رئیسیم و این خیلی عالی است. حالا یک خبرها هست چند دقیقه بعد باید به خبر برسیم دو دقیقه بعد دو دقیقه میگن یک دقیقه دو دقیقه تشکر یک دقیقه وقت اضافه گرفتیم فقط خیلی کوتاه ما برای حضور در جام جهانی کنیا را شکست بدیم بریم جام جهانی باید چگونه آماده شیم باید بریم بازی دوستانه با تیم های قوی بالکل ډیر خټی کی تا اشاره وکړه او زمونږ سید رحمان نه هم تا د مزینه د پختنه وکړه زبر درته وایم سی مونږ تقریبا بیا دو کال د ځان سره لرو تر سو پورې آمادگی ولرو مونږ به په خارجي هیوادونو کې یو میاس کې دیسې مونږ مخکې د استرالیا هیواد ته سفر ولرو والته د هغوی د قوي کلبونو سره سی د دوستانه لوبې وکړو همداراز د نورو نړیوالو لوبډلو سره ډیر لوبې وکړو او یو خبره درته وایم لشکری صاحب که چیرته مونږ جام جهانی ته ووتلو نه دا چې معنوي مونږ ته ډیر ارزښت لري مالی هم زمونږ په بودیجه کې اضافه والی راځي د نړیوالې شورا د کمیټې لخوا نو انشاءالله ډیره زیاته آمادګي به مونږ لرو د نړیوالو لوبډلو سره به کوشش کوو چې دوستانه لوبې وکړو همداراز نړیوالې لوبې ترسره کړو او دوی لپاره اوږده تمریناتي کیمپونه جوړ کړو ځکه چې استرالیا انګلستان دا ډیرې قوي لوبډلې دي دوی سره چې لوبه پول خوب هم داره و میتونه که اردوها و سفرها خارجی خوبی خوب داشته هم منگا مالی مرستی تا دا دولت لخوانه دیر زیاد ضرورت لروزه کسی جامع جهانی تا و تل دا غلوب آماده کول پا دیبانه دیر زیاد مصرف رازی دوی تا نور میدانون جوڑه ول مثلا دا شمال طرف تا میدانون جوڑه ول هم دار از دا جنوب طرف تا نور و طرف اونو تا پا دیبانه مصرف رازی نو پا دا برخه که باید لور پوری چارواکی لمنگ سر مالی مرست هم وکتی انشاءالله همین لحظه در حال کسانی که دستشان به جیبشان میرسه در افغانستان بیاین حمایت کنن
کرکت ملی ما را. یک موضوع دیگر که حالا همین لحظه ارتباط مستقیمی داریم با رامین سالک، همکار خوبمان در شارجه. رامین جان، این پیروزی بیشتر از همه ما به خودت میچسبه، به دلیلی که خیلی نزدیک هستی به بازیکنان تیم ملی. وضعیت چگونه است؟ وضعیت خیلی خوب است و ما هم تبریکی میتونم پیش از پیش. ما حتما این مسابقه را میبریم. بسیار وقت کم مانده، تقریبا هیچ بازیکن ما اوت نشده. ما تونستیم که در 13 اوور 51 رنز بگیریم که تقریبا 40 رنز دیگه مانده یا 40 دوش دیگه مانده. ما با خود میرویس اشرف دارم، بهترین بالر تیم ما را. چی پیش بینی میکنین آقای اشرف که مسابقه را دوباره چندم یعنی خلاص میکنیم و ما بتونیم که یک استراحت داشته باشیم تا مسابقه روز جمعه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که شما دیدین ویکت یا چوتره مفت که توپ میندازه ده او یکقدر آسان نیست، اما انشاءالله ما میتونیم تا اوور 28 هدف خود را به دست بیاریم. بسیار خوب است. میخواستم پرسال کنم خودتان یعنی بال کردین یعنی دیدین وضعیت مسابقه را و مسابقه روز جمعه را فکر میکنم یک یعنی اونم دست کم نباید بگیریم، چون به خاطر که باید در دو مسابقه هم بریم، چون اگر دوشه نبریم ما نمیتونیم سود کنیم. یعنی باز با ما دیگه کامل اطمینان میتونیم که روز جمعه هم از یک قوی تر ظاهر میشین و اگر سکور خیلی خوب تر بریم شانه. ان شاء الله دعای مردم افغانستان باشه، ان شاء الله مسابقه آینده ان شاء الله برنده خود بودیم و امروز اونها را بسیار به یک هدف بسیار محدود و را ساختیم، بسیار به هدف محدود و را سوختاندیم ان شاء الله و بازیکنان ما بسیار خوب درخشیدن در توپ زدن و در توپ انداختن. فکر میکنید که مربی تیم ملی ما به خاطر از اینکه چون دیدن ما میتونیم که مثلا این تیم کنیا را به زودترین فرصت شکست بدیم، آیا دارن که بعض بازیکنهای خوب ما را مثلا امید حسن یا را استراحت بتن به خاطر بازی روز جمعه چون پایشون مصدوم بود؟ یعنی این چیزا صحبت شده تا بعد از اینکه شما در وقفه نان رفتین صحبت شده تا کدش؟ نه در باره خو صحبت نشده، ولی مسابقات که ارزش داره یا اهمیت داره برای ما هم دو مسابقه بوده، یکی امروز و یک مسابقه سبان دیگه سوا، بسیار ارزش داره برای کرکت افغانستان، برای خصوصا برای تیم ملی کرکت افغانستان. ما میتونیم راه پیدا کنیم یا مستقیم به جام جهانی راه پیدا کنیم 2015 و مسابقات بین المللی است، مسابقات بسیار پر ارزش است برای ما. ما به خاطر مسابقه بعد از اینکه ما حتما کنیا را شکست میتیم و امیدواری از زیاد وجود داره، کل مردم منتظر از است که ما جشن پیروزی بگیریم. سوالی است که آیا ما بعد از مسابقه کنیا اگر ما ببریم ان شاء الله میبریم با مسابقاتی که ما میریم با جام جهانی مسابقات تدارکاتی گرفتیم، با خبرش تا با تیم پاکستان هم داریم، غیر از تیم پاکستان که در 5 دسامبر داریم با کدام تیم قوی یعنی ممبرشپ فول ممبرشپ داریم مسابقه؟ ان شاء الله کرکت بود همیشه دای تب تلاش می باشه که مسابقات گرفته شوه که عضویت دائمی که داره کشورهای مثل که استرالیا، انگلستان، پاکستان و ان شاء الله در پلان است که مسابقه داشته باشیم با تیمای قوی جهان مثل پاکستان، هندوستان، سریلانکا، انگلستان و بنگلادش، همچو کشورها ان شاء الله پلان داره در آینده و آی سی سی یا سازمان شورای بین المللی کرکت هم پلان داره ان شاء الله اگر ما موفق شدیم راه یافتیم به جام جهانی برای ما زمینه مساعد کنه که مسابقات به همراه تیم های ملی بین المللی و عضویت دائمی که داشته باشه قطعی و مسابقه بگیره. میخواستم پیامت رو بفهم در ارتباط به مردم، هم اگه تو رو میبینن هم حالا شما رو میبینن و شما جزء از امو تیم هستن که ما افتخار میکنیم یعنی بالای تیم، پیامت رو میخوایم در ارتباط با مردم کابل، مردم که در ولایت ها هستن شما رو میبینن، اینجا کلی علاقمند شما هستن، شما رو نزدیک میبینن، میخواستم پیامت میخواستم بشنوم در ارتباط با همیشه همراه ما بودن مردم افغانستان، در دعایشان تیم ملی سایر ورزش ها بودن و همیالم پیشان تقاضا میکنم که برای ما در دعا تیم ملی را یاد داشته باشه، دعا کنه برای ما که در دو مسابقه ما برنده شویم و نیکنامی یا نام خوب کمایی کنیم برای افغانستان. تشکر آقای اشرف از شما. از شما هم چنان. تشکر از خودت، تشکر از سایر همکاران تلویزیون یک که در شهر به هر حال در شارجه هستند، در کشور امارات هستند و ما امیدوار هستم که باز هم ارتباط تصویری مستقیمی با خودتان داشته باشیم. تشکر از خودت رامین جان، زنده باشی. من میدونم خودتان زیاد خسته شدی، برو بخیر، یک استراحت کوتاه داشته باش. ما هم در کابل یک استراحت میکنیم و بعد از اینکه بازی دوباره آغاز شد با خودت خواهیم بود. حتما، تشکر از شما. زنده باد، خدا نگهدار. بسیار خب دوستان عزیز، ما از بخش خبر خودم من اجازه بدید که یک تشکری ویژه داشته باشم به دلیلی که ما 2 دقیقه وقت گرفتیم، بعد از اون 5 دقیقه رفتیم با رامین هم صحبت کردیم، همچنان بخش خبر منتظر ما است. من نمیدارم دوستان از بالا با من بگویند که ما خداحافظی کنیم و بعد از یا بعد از خبر برمیگردیم.
بعد از خبر باز به استودیوی ما میایم. بسیار خوب. میریم خبرها رو با یکی دیگر میبینیم. البته مهمترین خبر و مهمترین رویداد فعلا در افغانستان همین اتفاق بزرگ ملی است که در حال رخ دادن در شارجه است. باید از که این مسابقات 20 ورقه بران داخته شده هدف شده زمی است که تا ما بتانیم در هر سال 8 مسابقه کنیم و از این طریق بریم مسابقات در رنکینگ مسابقات 20 ورقه شامل شویم در سطح جهان. مسابقات دوستانه به این خاطر نبود که مسابقات اینترنشنال بود، بین المللی بود و از اون طریق در مسابقه که ما برنده شدیم، مسابقه که امرو کینیا داشت، مسابقه سوره ما در ردبندی جدول مسابقات 20 ورقه جام جهانی ببخشید مسابقات جهانی شامل شدیم که از در مقام نهم هستیم و از سه کشورهای خیلی قوی امیال پیش هستیم، مانند کشور بنگلادش که خودش یک کشور فول ممبر است، درجه مکمل داره با شورای بین المللی و آسیایی، از آیرلند پیش شدیم، از زیمبابوه پیش شدیم که اونها هم کشور فول ممبر هستند، ما اونها پیش آمدیم در جدول در مقام نهم هستیم. می‌خواستم پاسخ متکس ما یک مسابقه 4 روزه که تیم هم جنان داریم، یک مسابقه 20 اوور دگام داریم، آیا برد از یام همچنان میتونه در رنکینگ باز تغییراتی بیاره؟ بله رامین جان، این مسابقات خیلی مهم است، مسابقه آخری را که داریم و هم در میتونه که ما را دیگه هم پیش ببره در جدول و در جدول مسابقات 20 اوره و در مسابقات 50 اوره باید تاسک برتون داشته باشیم. یکی که افغانستان با مسابقات جام جهانی رایابی میکنه بخیر ان شاء الله اگه این مسابقات برنده شدیم و در پالیزی باید که ما مرتون بگیم ما میتونیم که در دیگه جدول هم پیش بیایم، مثلا اگر در مقام 13 باشیم در مقام 12 پایین میشیم. به خاطر این مسابقات خیلی مهم است بر ما، نه تنها که ما میتونیم که مسابقات جام جهانی را ببینیم، شورای بین المللی واسه ایران میفهمه که تیم کرکت افغانستان در مسابقات 20 اوره، مسابقات 50 اوره، مسابقات 4 اوره 4 روزه دستاورد خیلی خوب داره. شما ببینید که مسابقات 4 روزه که از بر افغانستان هم این مسابقات هم مهم است به خاطر از اینکه به بار اول افغانستان در مسابقات اینترکانتینتال کاپ که اشتراک کرده بود در اون مسابقات توانسته بود که قهرمانی به دست بیاره و در بار دوم که اشتراک کرده باز هم دستاورد خیلی خوب داره که تا فعلا توانسته از قهرمانی خود خیلی خوب دفاع کنه و توانسته که به فینال یا مسابقات نهایی ریابی کنه که اون مسابقات باز امره آیرلند برگزار میشه. یک زمین خواستم پرسان کنم، افغانستان اگر این مسابقه رو بره به شمول لند فکر میکنم که 12 تیم میشه که بعد جام جهانی سود میکنند، دو تیم دیگر میمانه، فکر میکنید دو تیم دیگر از بین هلند و اسکاتلند کشورها کدام کشورها باشه؟ خیلی خوب در این باچ به خاطر بحث گفتن نمیتونم رامین جان که یک سوال بسیار سخت است، به خاطر از اینکه در اون مسابقات با چند کشورهایی که در برازم خود خیلی تیم های مهم باشه بازی تیم ها شامل میشه، مثلا امارات متحده عربی و دیگر اسکاتلند و هلند است که تیم های خیلی قوی است، در این نمیتونم که مرتن بگم کدام تیم میتونه که شاید بیا به مسابقات جام جهانی. میخواستم پرسید کنم افغانستان خوش است اگر به جام، چون به جام جهانی سود میکنیم ان شاء الله، اگر ما سود کنیم خوش است با کدام تیما در مراحل اول رو براشون تا بتانیم بعد مراحل بعد سود کنیم؟ خیلی خوب، طور که شما میبینید در مسابقات 20 ورقه که ما چند بار به مسابقات جام جهانی راه یافتیم، شما دیدین که ما امرای کشورهای خیلی قوی رو بروشیم، مانند جنوبی افریقا، امرای هند و همچنان امرای انگلستان که تیم های خیلی قوی جهان است. اگر چانس امرای ما یاری کنه در جدول امرای کشورهای یکم ضعیف بیایم، ان شاء الله ما میتونیم که دستاورد خیلی خوب داشته باشیم، باز هم تیم ما خیلی قوی است، ان شاء الله میتونیم که در مسابقات جام جهانی زیاد پیش بریم. یک سمی خواستم پرسا کنم آقای اوتکی که افغانستان در سال 2003 شامل آی سی سی شد و تیم کینیا در سال 1981، یعنی خیلی تفاوت تقریبا 20 سال تا دیده می شده، علت از این که تیم کینیا ایوازی که قوی شده و ضعیف شده فکر میکنید در چی است، یا تیم ما بسیار قوی شده فکر میکنم؟ بله یک خو امی است که تیم ما الحمدلله خیلی قوی است و خیلی قوی شده میره روز به روز، او به این علت که کرکت بورد افغانستان سعی تلاش میکنه تا بر از اینا زمینه خوب مساعد کنه و امین حال ما باید اسکه برتان بگیم، شاید امی الوزی صاحب شده مسعود هم سخنان ما رو بشنوان و چی ما رو ببینه پیش از اینکه تیم ما به قسم مسابقات ما ما برشان تمرینات برگزار میکنیم در افغانستان و در پالی از ما در اینجا برشان تمرینات برگزار کرده بودیم که خودش یک تاثیر خیلی خوب داره که تا برای مسابقات آمادگی داشته باشه. ما الحمدلله دیگر برشان هم برای بازیکن خود زمینای خیلی خوب مساعد ساختیم. آمدیم در این بخش که چرا مثلا کینیا نمیتونه که زیاد درخشش خوب داشته باشه به مثل سابق، به خاطر از اینکه اگر این گپ زیاد یادآور میشه که تیم کینیا در سال 2003 با دو وقت ما عضویت شدیم و اونا در مسابقات جام جهانی نیمه نهایی بودن که یک بسیار جالب است. به مخاطب مثلا گفتم میتونم که به نظر شخصی ما که کرکت داخلی یک کشور که خیلی خوب نباشه فکر نمیکنم که تیمشان پیش بره و در آینده بازیکن خوب بتونه که تیم های ملی خود بتن. من یک سوال از دو بازیکن تیم ملی افغانستان هم کردم، فکر میکنید قسمی که میرویس اشرف گفت ما در راوند اوور 28 حتما میتونیم که امروز شکست بدیم، به نظر خودت
افغانستان چطور میتونه یعنی در کدام اوور میتونه که تیم کنیا رو امروز شکست بده تا مت راحت باشه و بره بخوابه و با مسابقه روز جمعه که خیلی مهم است که بتونیم شکست بدیم پیش بینی خود در اوور چندم و یعنی با چند بازیکن وکت ما یعنی چند وکت فکر میکنم به نظر ما فکر نمیکنم که یک بازیکن ما ماچا ولی به نظر شما رو میخوام نظر شما رو بفهم خیلی خوب رامین جان در این مورد باید اسکو برتو یاد باشم واقعا اگر شما دیده باشین این وکت بر بتینگ سازگار است اما ای که بالاره ما خیلی خوب بالینگ کردن مانند حمید حسن و همچنان شاپور زدران سمیلا شینوار تمام بالاره ما خوب درخشش داشتن همو بود که اونا نتونستن که هدف کلان برای افغانستان انتخاب کنه یک گپ و گپ دومی که ان شاء الله باز هم ما مرتب یادوارش میکنم که ویکت برای بتینگ خیلی خوب است و میتونیم که با زودترین فرصت یه هدف به دست بیاریم و یک چانس خوب است که ما دیگه هم به مسابقات جام جهانی نزدیک میشیم بسیار زیاد تشکر از اینکه اومدین و صحبت کردین و کل علاقمندان منتظر ازی بود که صدای شما را بشنوه و از تعاملات و از آخرین سخنان تیم ملی که در کادر فنی سخن گفته شده خوشن با خبر شدیم و حتما روی صحبت هم بکنیم چون همیانم فکر کنم نان میخوردن و جلسه داشتن و در میتینگ بودن بعدا که برامدن حتما که صحبت ما میداشته باشه رامین جان نان ما شما همچنان تیار است باید است که از همکارا اجازه بگیریم ما شما هم بریم نان نوشی جان کنیم تشکر هوتکس به امکان داره با ما یک سوال داشته باشیم رفتن نان چون سرد حتما نان سرد میشه آقای اوتک یک سال نه نه خیر اصلا آقای اوتک آقای لشکری سوال داره من فکر کنم آقای لشکری سوال شما را چون نمیشنون من تنها میدونم بشنم شما برام بگوین من سوال میکنم بله من سوال شما میگم ما انشالله به جام جهانی صعود میکنیم با این بازی که در برابر تیم ملی کنیا انجام دادیم و در بازی روز جمعه ان شاءالله موفق خواهیم بود در جام جهانی با این قدرتی که ما داریم و قدرتی که دیگر تیم های حاضر در جام جهانی دارند وضعیت ما چگونه خواهد بود آیا ما امیدوار هستیم که در جمع 4 تیم تا 5 تیم برتر جام جهانی 2015 استرالیا قرار بگیریم اوتاکس ما سوال دوباره تکرار میکنم گرچه بینندا کلا که شنیدن ولی ما سوال از خود میکنم که آقای لشکری سوال میکنه که با ما خوب مسابقات جام جهانی حتما سود میکنیم امیدواری یعنی 80% است آیا ما جز 4 تیم برتر میتونیم باشیم در مسابقات یعنی هدف شی است که ما میتونیم که با سیمی فینال را پیدا کنیم بله بله سوال خیلی خوب کرده لشکری صاحب ما باز هم سلام خود به لشکری صاحب تقدیم میکنم ان شاء الله که تیم ما که به مثل که حال هم قسم خوب است و هم قسم دستاورد خیلی خوب داره میتونیم که ان شاء الله باوری هستیم تا نیمه نهایی خود برسانیم آقای لشکری شنیدی صدای شب بله تشکر زنده باشید از طرف ما با سوال میکنید خواهش میکنم از طرف ما از جناب اوتک تشکری کنید و بگید ما بی صبرانه در کابل منتظرتان هستیم تا در تخت روان شما را تا محل کرکت برد افغانستان برسانیم با موفقیتی که به دست آوردید تشکر رامین جان از خودتان تشکر از جناب اوتک و تشکر از تمام دوستان شما امروز با ما هستید با شبکه تلویزیونی خودتان یعنی شبکه یک و قرار است تا لحظاتی بعد افتخار آفرینی تیم ملی کرکت افغانستان 50% تکمیل شد 50% دیگر روز جمعه باز هم ما را فراموش نکنید از اوایل صبح در خدمتتان خواهیم بود تا به هر حال اواخر عصر روز جمعه که ان شاء الله بتانیم باز هم کنیا را شکست بدیم امروز هم تا هنوز شکست ندادیم اما احتمال اینکه ما کنیا را شکست بدیم خیلی زیاد است و امیدوار هستیم که این احتمالات ما به یقین بپیونده و جامعه عمل بپوشه شما دوستان عزیز اگر موافق باشید همراه با جناب غربال میریم و صحنه های زیبای بازی 20 اوره افغانستان با کنیا که دو روز پیش بود را با یکدیگر می‌بینیم و جناب غربال بر روی تصاویر صحبت می‌کنن که وضعیت ما در آن بازی چگونه بود در این بازی چگونه است و قرار در بازی آینده چگونه باشه میریم روی تصاویر صحبت می‌کنیم بله این آغاز بازی بود جایی که افغانستان 4 امتیاز گرفته بود و قرار بود که بازی را ادامه بده جناب غربال این بازی رو دیدید شما بله این قدرت قدرت کنیا را چگونه ارزیابی کردید در همین بازی یعنی پیش بینی میکردید که امروز بتونیم این گونه بازی کنیم باز هم کرکت است یعنی ما قبل نمیتونیم که بگوییم ما در کدام وضعیت یعنی قرار خواهیم گرفت اما بازم آغاز ما در برابر کنیا بسیار خوب بود ما توانستیم که
کینیا را در مسابقه اول خود از پا درآوریم و برشان نشان بدیم که ما در کدام وضعیت قرار داریم و تیم خودشان در کدام وضعیت قرار داره. پس باز هم مسابقه روز گذشته با مسابقه امروزی فرق دارد، چرا که ما دیدیم تیم کینیا تا یک حدی را دفاعی بازی کردن، اما روز گذشته اونا در یک آور ممکن در یک آور حمید حسن دو ویکت از دست دادن، در آور میرویس اشرف هم دو ویکت از دست دادن، همین قسم پای هم اونا ویکت خود بسیار زود از دست دادن. قبول میکنید حمید حسن خیلی خوب بال میکنه، یعنی بالینگ حمید حسن یکی از حمید حسن حالا یکی از خوبترین های جهان هست؟ بله، حمید حسن از اوایل وقتی که بر تیم ملی افغانستان پیوسته بود از اوایل بسیار خوب میدرخشد و در رنکینگ جهانی در جمله بالرای خوب قرار دارد. اکنون حمید حسن در پایشان تکلیف هم داره و باز هم ما میبینیم که مشکل پای حمید حسن جدی هست جناب غربال؟ مشکل پایشان جدی بود، اما فعلا این مشکل تا به یک حد رفع شده، اما باز هم به تداوی دراز مدت و به مساج و غیره و غیره نیاز دارد. مشکل اصلی چی است؟ مشکل اصلی از منکس پای خانیست، از زانوی پا است. خب در مسابقاتی که اینا در انگلستان بودن، از خود استخوان است یا رگ است یا عضل است؟ از عضل است. بله از عضل است. خب حالا چیزی که ما خیلی امیدوار هستیم و خوشبختانه حالا جهان طب هم این موضوع رو تایید میکنه، اینکه عضله ورزشکاران اگر هرگاه آسیب ببینه عضله به مدت به هر حال درمان داره و مدت زمانی رو سپری میکنه تا که به حالت عادی خود برگرده، اما خدا نکرده مشکل اصلی که پیش میاد برای ورزشکاران مشکل رگی است که بله. پیش میاد. بله ما میبینیم در اوضاع حمید حسن بسیار تغییر آمده. در اوایل حمید حسن نمیتوانست که چنین بازی کنه، وقتی که اونا فشار برایشان میاد، حتی در مسابقات بازی شجدویش که به سطح کرکت داخلی راندازی شده بود و ما چند ماه پیش شاهدش بودیم، حمید حسن به این چنین شیوهی که امروز بازی میکرد نمیتونسته، اما حالا خیلی خوب شد. بله، اما امروز که ما میبینیم و روز گذشته دیدیم امروز حمید حسن دو قوه است، یک قوه هنرش و قوه دوم قوه عشق میهنی. بله بسیار خوب. حالا بازی هم آغاز میشه، قرار بود که چیزی حدود نیم ساعت بعد آغاز شد، اما به هر حال آغاز شد. ما 50 امتیاز را کسب کردیم، تارگت 90 هست. هنوز یک بازیکن ما هم خوشبختانه اوت نشده. من اجازه می‌خوام که جناب همکار جناب احمدزی و سایر دوستان آیسا بیایند و برنامه را تقدیمتان کنند. من فکر می‌کنم که بازی دیگه خیلی طولانی نیست و خیلی زود ما میتونیم که به هر حال آزار مشخص کنه. این وضعیت جدول هست، باز هم اونطور خیلی دور هست. محمد شهزاد، محمد شهزاد است، نورو منگل هست، رحمت شاه هست، اصغر استانگزای هست، محمد نبی هست، سمیولا شنوارس، میرویس اشرف، حشمت الله شهیدی است، حمزه هوتک هست، حمید حسن و شاپور زدران. 26 امتیاز و 19 امتیاز دو بازیکن نخست ما کسب کرده بود. بله و 4 امتیاز به طور اضافی بر ما آمده، یعنی چون اونا واید، یعنی بالای واید کردن، به خاطر ازو بر ما 4 امتیاز اضافی آمده است. و 4 امتیاز هم اضافی ما گرفتیم. بله. از اشتباه تیم کنیا. بله. و ما این اشتباه را در زمانی که بازی کردیم نداشتیم. فقط دو بار داشتیم، یک بار نو بال بود، دیگه وایت بود، وایت فقط بود. دو امتیاز بود. بله بازی آغاز شد و امیدوار هستیم که خیلی زود ما بتانیم این تیم کنیایی که یک بار ما را در گذشته شکست داده، این بار خیلی خوب شکست به تیم این کنیا را. فراموش نکنید که این کنیا 114 سال میشه که کرکت دارن، در جمع 4 تیم برتر کرکت جهان هم قرار گرفتن، یعنی تا سیمی فاینال جام جهانی هم یک بار پیش رفتند، یک بار در گذشته ما را شکست داده، اما حالا ما تحقیر میکنیم کنیا را و این یعنی پیشرفت و این یعنی سازماندهی و مدیریت در کرکت برد افغانستان که واقعا باید دست مریضات گفت و خسته نباشید گفت به تمام اعضایی که در زمینه کرکت کار و فعالیت کردند. باز هم تشکر از تلویزیون یک که فرصت یالی را به طور زنده به همتانان ما به نشر میرساند. ما فقط در فاصله 40 دویش از برد قرار داریم و انشالله بازیکنان ما بدون از دادن کدام تازه وارد آور 14 هم شدیم و خیلی زمان کافی داریم. بله خیلی زمان کافی داریم و بازیکنان ما با یک حوصله‌مندی بسیار خوب در برابر بازیکنان کینیا قرار دارند.
به هر حال ما امیدوار هستیم که هر چه زودتر نوروز منگل حالت دفاعی را به حالت هجومی و تهاجمی تبدیل کنه، هرچند که ما نیاز به حمله کردن نداریم و خیلی خوب است که هیچ کدام از بازیکنان ما اوت نشه. از سوی دیگر یک موضوعی که نباید فراموش کنیم این است که هرچه این بازی زودتر به پایان برسه به سود ماست، به دلیلی که ما زمان بیشتری برای ریکاوری ورزشی کادر فنی در اختیار خواهد داشت تا که بازیکنان را بتونن مجددا آماده بسازه و بتونن که برای دیدار روز جمعه که مطمئنا این ورزشگاه پر از تماشاگر خواهد شد و افغانای ما در امارات به این ورزشگاه خواهند رفت، ما کامیابی رو کسب کنیم و پیروزی رو کسب کنیم و برای نخستین بار در تاریخ جهان بتانیم که به جام جهانی کرکت، آن هم در جام جهانی پنجاوره کرکت صعود کنیم. بله، میبینیم نوروز منگل و شهزاد محمدی با حوصله فراوان در ویکت هستن و با هم هماهنگی بسیار خوبی را تا نوز انجام دادن. میبینیم که اینا هر دویشان به یک دیگر بسیار موقع خوبی میتن و یک دیگر از مشوره های بسیار خوبی خود مستفید میسازن و هر دو جانب با بسیار حوصله مندی تا به هنوز بازی را انجام دادن. یک لحظه با کسی که بال میکرد برای تیم کنیا یک بال خیلی خوب را انجام داد و چیزی نمانده بود که نوروز منگل هست شد، به دلیل که توپ در مسیری بود که به طرف داخل سوینگ شد، یعنی بله. یک بال این سوینگ انجام داد چون امروز ویکت میبینید همین بال است، لحظه‌ای بود که به بیت نخورد. بله، حالا مطمئن باشید اگر ما خیلی نیاز شدید به امتیاز می داشتیم این گونه بازی نمیکردیم و ما بازی خیلی زیباتری رو به نمایش میگذاشتیم، اما این بازی یعنی بازی هوشیارانه. حالا تیم های حرفه‌ای در جهان دیدارهای خود را و بازی های خود را مدیریت میکنن تا بیشتر از اینکه احساسی بازی کنن، یعنی شعوری بازی میکنن تا بیشتر از اینکه شوری بازی کنن. و حالا باز هم اعلام میکنیم حتما در امارات هم هموطنان ما حالا نشرات ما را تعقیب میکنن و دنبال میکنن. ما از همه هموطنان ما خواهش میکنیم که بیاین در ورزشگاه روز جمعه تیم را تشویق کنند. خب میبینیم باز هم روی استرایک یا بر بله، حالا همکاران ما آمدن، جناب همکار و جناب احمدزه همراه با جناب غروال در خدمتان هستند. ما در پایانی که ما این بازی رو بردیم جناب همکار میایم با شما خوشحالی میکنیم. اینجا باش، جایی نرید، ما برمیگردم. بسم الله الرحمن الرحیم. واکی ډیر مننه لشکری سیبستانه، یو نړی مننه، ډیر په زړه پورې معلومات دی ورکړه هیوادوالو ته. مونږ هم دمه کړې وه چې کلې ته تللي وو، ډوډۍ مو وخوړه، اوس راغلو. تر اوسه پورې غروال صاحب هم له تاسو سره ډیر په زړه پورې معلومات شریک کړه. ګران لیدونکو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان او د کینیا د هیواد ترمنځ ډېرې په زړه پورې سیالۍ ده. دا هم ډېر ښکلی شاټ د نوروز منګل لخوا نه د لانګ اپ اپوزیشن باندې، او بال د بونډرۍ څخه د باندې د شپږو منډو لپاره وزله پورش پگیزه ده نوروز منگل ده بیرد خولی دل شو ده چخه ده افغانستان طول ده دیش پگیزی سر طول منده اته پنزو شولی کم لوبغاره لحسنه ده ورکره. لکه سرنگه سی منگ یادوانه وکره سی نوروز منگل حقا لوبغاره ده چه ده افغانستان ده لوبدله ده تا دیر زیاد ضرورت لری ترسو پوری ده بیتنگ پا برخه که خوز لیگه و تاسی گوری چه دیر پاسانه و پخکولی تخنیکی انداز سره ده غشات د میډ ډیپ میډ ویکټ او لانګ اپ ترمنز وهلو، او بال دا هم ډیر ښکلی شار دویم شار د نوروز منګل لخوا نه بال په هوا کې دی، او دا هم بال د بونډری څخه د باندې د دویمې غټې شپږیزې لپاره په زړه پورې شار د نوروز منګل لخوا نه. بلې، همکار صاحب وویل نوروز منګل بعد از یک حوصله مندی زیاد دو شش دویش بسیار عالی را انجام داد، یعنی این نماینگری از حوصلهش میکنه و همچنان از تکتیک های خوب ورزشیش میکنه. نوروز منگل امروز نشان داد که واقعا یک ورزشکار دفاعی و یک ورزشکار رزمی خوبی است. بلکل در خلوب غاله ده تاسیو کتل گرانو لیدون کو سر پا سر دوش پگیزی تر سرکلی چه دوال تقریبا پا یو پوزیشن بانه دغش پگیزی ول. بیا هم نوروز منگل یو بل شاد حد سوکراو، دا هم بال پا هوا که ده و بال ده بوند ریچ خدا بانده ده شپگو مندو لپارا پزر پور شاد ده نوروز منگل ده بیت سخا پر لپسی ولی در شو گرانو لیدون کو دریمش پگیزه و
چې نوروز منګل تر سره کړو دې سره د افغانستان د ملي لوبډلې ټولې منډې او یا شو علیکم لوبغاړې له لاس نه دی ورکړي تاسو ګورئ درې مشپګیزه و چې ډېر په زړه پورې انداز سره دغه شپګیزه تر سره کړې نه هټرک یو کو د شپګیزو نوروز منګل با بسیار زکاوت با سه بال های مسلسل سه دویش مسلسل ششگانه ساخت که باعث افتخار است و اکی دیر پزر پوری شاتونه و دری وانش پا گیزی دیر پا خان دا سر و حالی بال تا انتظار و باسه ترسو پوری پا بال سعی تو گوانی پا بیت راولل شی او دیر خیلی میدل کرد داغ دری وانش شاشونه دیر پزر پوری شاتونه تر دادام پوری دنو روز منگل دا بیت سخولی در شوال بیا هم بالر چم تو ده او با گرو چی نو روز منگل سلو رمش پا گیزه و هی او کسنگ بیا هم دیر پا خکولی انداز سر دلانگا پا پوزیشن بانه د لانګان په پوزیشن باندې البته دغه شاټ وهلو یو بل منډه دې سره د افغانستان د ملي لوبډلې ټولې منډې یو بیا شولې کوم لوبغاړې له لاس نه دور کړي فکر کوم لشکري صاحب بیر ډیر زر بیرته راشي ځکه چې اوس دوی لکه هغه غوښتل چې تیزه لوبه ترسره کړي نو تیزه لوبه روانه کړې ده او داسې ښکاري چې صرف نونس منډې پاتې دي تر څو پورې موږ خپل هدف ته ځان ورسوو یقیناً چې نوروز منګل په دغه اوور کې درې مسلسلې شپږیزې دا یو ځل بیا شهزاد کوشش وکړه او یو ښکلې څلوریزه هم شهزاد محمدي وګران لیدونکو چې سټریټ شاټ یې ووهلو په زړه پورې شاټ یې د لانګان په پوزیشن باندې ووهلو او بال د بونډرۍ څخه د باندې او څلورو منډو لپاره ډېر زړه راښکونکي شاټونه د لیدلو وړ شاټونه د شهزاد محمدي او د نوروز منګل د بیټ څخه لیدل کېږي او تاسې ګورئ هدف هم ډېر زیات راکمیږي صرف او صرف پنځلس منډې پاتې شولې تر څو پورې دغه هدف ته ځان ورسوو نوې پنځه اویا منډې دي د افغانستان د لوبډلې کوم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی بله همکار صاحب ما بعد از وقفه یک جوش جدید را در تیم ملی خود میبینیم یک جوش تازه ای را میبینیم که در تلاش پوره کردن هدف به بسیار سرعت هستند او تاسو ګورئ نوروز منګل اته دېرش منډې کړې شهزاد محمدي چې ده هغه دوه دېرش منډې کړې دي او تر دا دمه پورې په دواړه په کریس باندې ولاړ دي خپل ویکټ یې له لاسه نه دی ورکړی او ډېر په هوښیارتیا سره خپل بیټنګ ته دوام ورکړی ډېر په میچور انداز چې ورته وایي بیا هم په بالینګ کې تبدیلی راغله نوروز منګلو چې د شاټ هڅې وکړه او تاسو لیدونکي ګورئ چې ډېر زیات خوشحاله دي ګران لیدونکو تاسو تیر بال تکرار ګورئ چې نوروز منګل غوښتل چې بله شپږیزه هم وهي تر څو پورې دغه هدف ته زر ځان ورسوي تر دا دمه پورې د افغانستان ملي لوبډلې پنځه اویا منډې دي کوم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی نوروز منګل په تېر اوور کې پرله پسې درې شپږیزې په درېو بالونو باندې ترسره کړې بیا هم نوروز منګل دغه کټ شاټ ووهلو د پوینټ په لوري باندې هلته فیلډر موجود ده کومه منډه جوړه نه شوه بیا هم پنځه اویا منډې دي د افغانستان د لوبډلې نوي هدف ټاکلی ده د کینیا د لوبډلې د یادونې وړ ده چې باید د یو تلویزیون څخه د افغانستان کرکټ بورډ څخه همدغه راز د کامیر هوایي شرکت څخه ډېره مننه وکړو چې تر څو پورې دغه لوبې تاسو ته په ژوندۍ بڼه خپروي اکثره ډېر لیدونکي غروال صاحب سی همیشه د کرکټ بورډ نه خواهش دای سی دغه لوبې دوی ته په ژوندۍ بڼه خو درسي کاغه په هر هیواد کې وي د هر چا په وړاندې وي دوی غواړي چې په تلویزیون باندې دغه لوبې وګوري او تاسو ګورئ د افغانستان کرکټ بورډ هم هڅه کړې ده د یو تلویزیون په مرستې سره تر څو پورې دغه لوبې هم چې دوی غوښتل په ژوندۍ بڼه دوی ته نشر کړي بله همکار صاحب نماینده عشق و محبت مردم افغانستان است که با تیم ملی خود دارند و یک شوق و علاقه است که همیشه ما را تشویق نموده است و همچنان تیم ملی را تشویق نموده است که خوب بدرخشند بازی خوب را یعنی به نمایش بگذارند ما بله گران لیدونکو تاسو ګورئ په سکرین باندې د کینیا لوبډلې لوبغاړي هم ګورئ چې فکر کوم وکټ کیپر غواړي چې د وکټو سره نږدې ودرېږي تر څو پورې نوروز منګل چې په بال پسې د کریس نه وځي هغه د هغې څخه وژغوري بیا هم بالر خپل بالینګ ته دوام ورکوي په وړاندې نوروز منګل دی او دا هم وکټ کیپر ونه کولی شو چې دغه بال ونیسي بال سیده د بونډرۍ په لور روان دی او دوه نورې منډې د افغانستان په ګټه باندې بایې منډې دي البته په بیټ باندې نه ولګېدلی بال بای منډه هغه ته وای ګران لیدونکو چې کله یو بالر بال تر سره کی او په بیټ باندې ونه لګیږي او همي وکټ کیپر چې د هغه بال ونه نیسي نو دا اضافي منډه دي د افغانستان په ګټه باندې
یقینا چې ډېر ښه بیټنګ والو راخیستی د نوروز منګل او شهزاد محمدي دیارلس نور منډې پاتې دي چې موږ دغه سیالۍ په خپل نامو کو او یو بل قدم نږدې سو جام جهاني ته. یو ځل بیا ډېر ښه بال و خو په ډېر ښه مهارت سره نوروز منګل ولوبولو. هغه بالینګ کوي مخکې د دغه بالر نوم ما په خیال نشته چې دا مسلمان لوبغاړی ده. ماته چا ویلی چې دا مسلمان لوبغاړی ده او هغه ده. نو ښایي تاسو به مکمل لوم وګورئ. ډېر ښه بالینګ کوي او بیټنګ د نوروز منګل له خوا نه ډېر ښکلی بیټنګ تر دې دمه پورې نوروز منګل او شهزاد محمدي ترسره کړی ده. اتاویا منډې دي نوی هدف دی او تر اوسه پورې موږ کوم لوبغاړی لاس نه ده ورکړی. بیا هم بالر خپل بالینګ ته دوام ورکوي. صرف دولس منډې افغانستان د ګټې څخه لرې دی او دا هم فکر کوم یولس منډې دغه بال د ترډ مین په لوري باندې شهزاد محمدي ډېر په اسانۍ سره ولوبه. یوه بله منډه دې سره د افغانستان د لوبډلې مجموعي منډې نه اویا شولې. کوم لوبغاړی له لاسه نه ده ورکړی. نوې منډې هدف د ګرانو لیدونکو یولس منډې پاتې دي تر څو پورې په دغه سیالۍ کې موږ بریا خپله کړو. تاسې دغه نوملړ ګورئ چې شهزاد محمدي یا محمد شهزاد په درې دېرش منډو باندې ناټ اوټ ولاړ دی او ورسره نوروز منګل په نهه دېرش منډو باندې ناټ اوټ ولاړ دی او ډېره ښه ملګرتیا یې تر دا دامه پورې ترسره کړې ده. نه اویا منډې ملګرتیا د دواړو ترمنځ یا پارټنرشپ ترسره سوی ده. ګران لیدونکو فکر کوم منډې هم ډېرې تیزې جوړې شوې لکه لشکري صاحب سي وویلې چې دوی ته پکار دی چې شپږیزې او څلوریزې ووهي. تاسې وکتل چې پرله پسې نوروز منګل درې شپږیزې ووهلې. نو دی به اوس هم بیرته ډېر زر راشي سټوډیو ته. فکر کوم دومره وخت به ورته د دمې لپاره پیدا نه سي. بیا هم په بالینګ کې تبدیلي راغله. فکر کوم پټیل بالینګ ته راغلی دا هم په دفاعي انداز سره او ډېر په ښکلي انداز سره. که تاسې وګورئ د افغانستان د لوبډلې ټیکنیکس یا تکنیکونه او کوم چې د کینیا د لوبډلې و ډېر زیات تفاوت او فرق لري ځکه چې دوی ډېر صحیح توګه باندې په بال باندې راځي. دا هم د قدمونو استعمال وکړو. شهزاد محمدي دغه بال یې په هوا کې ولوبو او دا هم فکر کوم خپله ویکټې له لاسه ورکړه. یو لوبغاړی فکر کوم وسوځېدو شهزاد محمدي چې خپل ویکټ یې له لاسه ورکړه. هیڅ د اندېښنې وړ نه ده ځکه چې شهزاد محمدي غوښتل چې دغه لوبه زر نه زر خلاصه کړي او د افغانستان په ګټه تمامه کې شاټ یې هم ډېر ښه وهلی. ولې فکر کوم په مکمله توګه باندې میډل نه شو ځکه د فیلډر لاس ته ورغی. یقینا کوشش دا وي د هر بیټسمین چې په لفټ آرم یعنی چپ لاس وهون بال اچونکي ته هغه ته په میډ آف یا په اکسټرا کور باندې شاټ ورکړي. خو دا هماغه و چې ده د لانګ آن په طرف ته بال لوبو او بال صحیح د بیټ په منځنۍ حصې رانغی. په هر حال دا خبره ده چې اوس موږ تقریبا یولس منډې نورې ضرورت لرو دغه سیالۍ ته د ګټلو لپاره. نو شهزاد محمدي چې خپل کار وکړو او ډېر ښه بیټنګ وکړو تقریبا چې څو دېرش منډې جوړې کړلې. زما په نظر نوی بیټسمین شهیدي ده یو ځوان لوبغاړی راغی او ډېره ښه فیصله ده د کوچ له طرفه. بلې څنګه چې مخکې ما هم یادونه کړې وه حشمت الله شهیدي چې د نولس کلونو ځوانانو لوبغاړی ده او که چېرته هغه ته چانس ورکړل شي. خو تاسې وکتل چې ډېرې کمې منډې پاتې دي او حشمت الله شهیدي هم چې لومړی نړیواله یو ورځنۍ لوبه یې ده شهزاد محمدي اوس تاسې وکتل دغه شاټ یې د لانګ آف په لوري باندې ولوبه و هلته فیلډر موجود و او ډېر اسانه کې چې ونیولو. نو دې سره د افغانستان ملي لوبډلې یې صرف یو لوبغاړی له لاسه ورکړ. هېڅ خبره نه ده. بیا هم تاسې ګورئ حشمت الله شهیدي چې ځوان لوبغاړی دی دوی ته په لوبه کې نن برخه ورکړل شوې ده او دا استعداد لري چې تر ډېره دامه پورې چې کله خصوصا لوبغاړی زر اوټ کېږي یا سوځېږي دی کولی شي دا استعداد وړتیا لري. غروال صاحب ځوان لوبغاړی داسې تر ډېره دامه پورې په کریس باندې ودرېږي او ښه ملګرتیا ترسره کړي. بله حشمت الله شهیدي در پالوی که یک نوجوان است و یک بازیکن خوبی است بلکه یک بازیکن پرحوصله هم است. اینا در تیم ملی 19 ساله بسیار خوب درخشش کردند و بسیار خوب بازی کردند و امروز هم میبینیم که از کدام تکنیک ها اونا استفاده خواهد کرد. بله گرانو لیدونکو حشمت الله شهیدي چې د چپ لاس بیټسمین ده چپ لاس بیټسمین ده کولی شي چې لس منډې پاتې دي صرف سه غلط شاټونه وهي او صرف د نوروز منګل سره په کریس باندې ودرېږي تر څو پورې دغه لس منډې هدف چې ډېر لږ دی دا هم لاسته راوړو. نوې منډې هدف دی ګرانو لیدونکو تاسې ګورئ چې
اتیا منډې د افغانستان لوبډلې جوړې کړې او شهزاد محمدي د شارټ نه وروسته خپل وکټ له لاسه ورکړه. صرف یو لوبغاړی سوځېدلی یقینا په کار دی. حشمت الله شهیدي سره چې نوروز منګل تر دې دمه پورې څلوېښت منډې کړې دي او سوځېدلی نه ده. په ډېر حوصلې سره نوروز منګل سره د نوروز منګل مشورو ته غوږ کیو او دی ناټ اوټ ولاړ چې ځکه چې تاسو خبره اولنۍ پنځوس اوریزه لوبه ده چې دی پکې شامل شوی دی، یعنی نړیوالې لوبه ده. نو ده لپاره هم د فخر خبره ده چې په دې کم عمر کې په دې افغانستان له طرفه یو نړیوال لوبه کې دی شامل شو. نو ده ته پکار ده چې ونه سوځېږي تر پایه پورې او دغه لس منډې په ډېرې حوصلې سره د دوی تر منځه جوړې شي. نو پکار ده حشمت شهیدي ته چې ناټ اوټ یعنی نه سوځېدونکی لاړ شي. بله ګران لیدونکو، تاسو ته باید زه یادونه وکړم چې حشمت الله شهیدي تقریبا د شپاړسو یا اوولسو کال عمر ځوان هلک ده. سي ډېر کم عمره لوبغاړی ده د افغانستان په ملي لوبډله کې. نو دا هم ډېر ښکلی شاټ د حشمت الله شهیدي له خوا نه د ډیپ مډ وکټ په لوري باندې. هلته فیلډر موجود دی یوه بله منډه. ما په نظر چې دا هم اوټ شو. اوټ شو بالکل، هلته فیلډر موجود و او ډېره یو اسانه کیچ. بخښنه غواړو ګران لیدونکو، چون هغه بال مونږ صحیح ونه کتو بیا هم تاسې ګورئ حشمت الله شهیدي اوچت شاټ ووهلو او خپل وکټ یې له لاسه ورکړ. لکه څنګه چې مونږ یادونه وکړه چې حشمت ته پکار دي چې لاندې لوبه وکړي، ده ته هېڅ ضرورت نه و د دغه شاټ چې ترسره یې کړي. بیا هم دی هم ډېر ناخوښ ښکاري، ډېر خفه ښکاري. لومړی نړیواله یو ورځنۍ لوبه وه او اوچت شاټ یې وهلو، غوښتل یې چې څلوریزه ترسره کړي. تاسې ګورئ بیټ بار بار د ځمکې سره وهي تر څو پورې خپله غوسه سړه کړي. که څنګه غروال صاحب؟ خو بیا هم خیر ده، لس منډې پاتې دي، هېڅ د تشویش خبره نه ده. خو دی به واقعي ډېر زیات خفه وي ځکه چې دا اوله یو ورځنۍ لوبه وه او دغسې هوایي شاټ ده ته نه و پکار. یقینا بالکل، مونږ او تاسو هم په دې تبصیر وکړه. شاید ده ته روزونکي او نورو مشرانو هم دا مشوره ورکړي چې نوروز منګل ولاړ دی په څلوېښت منډې کړي، ته هغه سره قرار ولوبېږه او خپله ناټ اوټ راسه. دوی لپاره هم پکار وو ځکه دې ته ضرورت نشته. نوروز منګل ولاړ دی، هغه په یو اور کې درې شپږیزې ووهلې، نو ضرورت نشته ده ته چې دې دونه غټ شاټ وهلی. په هر حال د خوشحالۍ خبره دا ده چې لس منډې پاتې دي او اوله سیالۍ د کینیا د ملک نه ګټو او د ورلډ کپ لپاره یا جام جهاني لپاره یوه بل قدم هم مخکې کېږو چې هغه به انشاءالله د جمعې په ورځ وي او هغه به هم دغسې تاسو د کرکټ مینهوال وینئ چې زموږ ټیم ماشاءالله په دواړو په درې واړو هغو کې فارم کې دي، هم په بیټنګ کې، هم په بالینګ کې، هم په فیلډنګ کې. تاسو ولیدل چې نن ډېر ښه فیلډنګ و د افغانستان د فیلډرانو له خوا نه. شهزاد محمدی یو ډیر ښه کیچ پکې پین کې ان کامداران یو ډیر تیز سټمپ یې وکړو. یقینا چې هغه بیټسمین ډیر زیات ولاړو. هر حال ډیر ښکلې لوبه اخیستې ده نوروز منګل، خاص کر خپله ذمهواري تر سره پورې تر اوسه پورې ولاړ دی او څلوېښت منډې جوړې کړې دي او په کار هم دا دی چې نوروز منګل دغه لس نورې منډې جوړې کړي او ناټ اوټ دواړه. واقعي ډېرې اسانې منډې دي ګران لیدونکو. بیا هم مخکې له مخکې زه ټولو هیوادوالو ته د دغې سترې بریا مبارکي وایم ځکه چې صرف لس منډې پاتې دي او ډېر په اسانۍ سره به یې لاسته راوړو. که څه هم دواړه لوبغاړي سیا اوټ سول، دا د کینیا د بالرانو کمال نه و بلکې د بیټسمینانو خپله غلطي وه. دا هم نوروز منګل دغه بال د پوینټ په لوري باندې ولوبه، هلته فیلډر موجود ده، کومه منډه ترسره نه شوه. اتیا منډې دي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي، حشمت الله شهیدي او شهزاد محمدي. نوی هدف د افغانستان پر وړاندې اصغر ستانکزی نوی بیټسمین ده چې لوبې ته راغلی ده. اصغر ستانکزی هغه بیټسمین ده چې په تیره لوبه کې هم ډېرې په زړه پورې منډې ترسره کړې د افغانستان په ګټه باندې او تر ډېره دامه پورې په وکټ هم ولاړو. غروال صاحب، بله اصغر یک بازیکن خوبی است، یک بازیکن با تجربه کار است که بارها برای افغانستان امتیازات خوبی را آورده است. دا هم اوټساید آف سټمپ ته دغه بالو چې امپایر کومه اشاره ورنکړه، فقط یو وارننګ یې ورکړی، اختار یې ورکړه بالر ته چې ته نشي کولی چې دریم بال داسې ترسره کړې. چون په یو ورځنۍ کې دوه بالونه ته اجازه شته چې دغسې جګ بالونه ترسره کړي. بیا هم ګران لیدونکو، تاسې به د جمعې په ورځ لوبه نه هیروئ. د جمعې په ورځ یو ورځنۍ نړیواله لوبه بله هم ترسره کیږي د افغانستان او کینیا لوبډلې ترمنځ، چې په عین وخت باندې چې نن لوبډله نن کومه لوبه شروع شوه په هغې باندې به په هغې وخت باندې به ترسره کیږي. ګران لیدونکو، دغه بال نوروز منګل د ډیپ پوینټ په لوري باندې ولوبه، هلته فیلډر موجود و، یوه بله منډه. دې سره د افغانستان د ملي لوبډلې ټولې منډې یو اتیا شولې، صرف او صرف دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي.
یقینا چې تر دې دمه پورې نوروز منګل په خپل زمواري سره یو سلويخ منډي جوړی کړی دی او ډیر خزلې د دنه مخې شهزاد محمدي هم سره یو خمرګرتیا د لودل تقریبا نه هاوی او پورې یا تا یو پورې دوی مرګري وو او اوس بیا دوم لوبغاړی اشما شهیدی چې وو چې په کوم منډه تر سره نکلو اوس افغانستان ځای هم د منګ د ملي لوبډل یا پیاوړ او تکړه توپ وهونکی بیټسمین دی چې د نوروز د منګرتیا لپاره راغی نوروز افغانستان ځای اول ځل لپاره سترایک ته ودرېږي او بولر دا هم په ډېر ښکلي انداز سره دغه بال د میډ وکټ شارټ میډ وکټ په لوري باندې ولوبو یو بله منډه جوړه شوه دې سره د افغانستان د ملي لوبډلې ټولې منډې دوه اتیا سولې دوه لوبغاړي سوځولې دي ګران لیدونکو به د یادونې وړ ده چې نظري صاحب هم اوس په دا بریک کې ماته زنګ وهلی و چون هغه ځینې په اداري کارونو باندې بوخت ده او سرفرست اجرایوي رئیس ته نو زمواریان به هم غروال صاحب زیاتې وي په تېره لوبه کې هغه له موږ سره ملګری و چې ډېر په زړه پورې معلومات یې هم د لیدونکو سره شریک کړه او همداراز زه باید یادونه وکړم چې ټول د افغانستان کارکوونکي واقعي د ستایلو وړ دي دا هم ډېر ښکلی شاټ د نوروز منګل لخوا نه فیلډر په بال پسې دی او د دې سره فکر کوم دوه نورې منډې هم تر سره شوې د افغانستان په ګټه دې سره ټولې منډې د افغانستان د ملي لوبډلې څلور اتیا سولې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي صرف او صرف شپږ منډو ته ضرورت لري تر څو پورې یعنی یوه شپږیزه کولی شي د افغانستان لوبډلې ته بریا ور په برخه کړي نو همداراز د افغانستان ټول د کرکټ بورډ کارکوونکي سیدي کاغه د ګراونډمن څوکیدار نه ونیسه تر رئیسه پورې عمومي ټول په دغه بریا کې سیده موږ سره واقعي سي دوی ډیر زیات زیار باسلی ډیر زیات زحمت یې باسلی تر څو پورې دغسې دغه مختلفو لوبډلو لپاره اسانتیاوې یا زمینې برابر کړو تر څو پورې ګران لیدونکو په نړیواله سطح باندې دومره ښه وځلیږي اروال صاحب تاسو وګورئ چې زموږ د ګران افغانستان بیرغ په ډیر په ډېر ښه انداز سره رپېده او یو کامیاب بیرغ و شپږ منډې نورې پاتې دي زمونږ ټیم ته چې دغه سیالۍ په خپل نامو کړو او دا یو بله منډه زیاته شوله پنځه اتیا منډې جوړې شولې او تر اوسه پورې صرف او صرف دوه لوبغاړي موږ له لاس نه ورکړي دي دوه سوځېدلي لوبغاړي شهزاد و چې وسوځېدل او د هغه نه وروسته اشمه شهیدي وو چې کومه منډه یې تر سره نه کړله او وسوځېده تر دې دمه پورې پنځه اتیا منډې دوه لوبغاړي سوځېدلي دي او صرف صرف پنځه نورې منډې پاتې دي همکار صاحب چې دغه سیالۍ بله ګران لیدونکو صرف پنځه منډې یوه څلوریزه که چېرته د افغانستان نوروز منګل تر سره کړي نو منډې به برابرې شي ولې که شپږیزه یې تر سره کړه لوبه به زموږ په ګټه شي بیا هم د فاین لیک په لوري باندې نوروز منګل دغه بال ولوبه او بال د بونډرۍ په لور باندې روان دی اما هلته فیلډر موجود دی دوه نورې منډې دې سره د افغانستان د ملي لوبډلې مجموعي منډې اووه اتیا شولې صرف او صرف دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي نوی منډې هدف دی درې منډې پاتې دي تر څو پورې په دغه سیالۍ کې موږ بریا خپله کړو بیا هم تاسې کولی شئ ګران لیدونکو چې دغه د افغانستان او د کینیا ترمنځ چې کومې نړیوالې سیالۍ روانې دي دا هم د قدمونو استعمال وکړو نوروز منګل او دغه بال د لانګ آن په پوزیشن باندې ولوبو یو بله منډه صرف او صرف د یو تلویزیون له لارې تاسو کولی شئ دغه ټولې لوبې وګورئ زه بیا هم په خپل وار سره د ټولو تخنیکي همکارانو سره چې هغه د پردې شاته دي په سکرین باندې نه راځي هغوی هم ډیر زیات زیار باسلی تر څو پورې د دغه لوبو په خپرولو کې له تاسو سره ملګري وي د هغوی څخه ډیره مننه کوو واقعي چې ډیر په زړه پورې تاسو ګورئ تکرار هم دا هم د تیزه منډه د دواړو بیټسمنانو ترمنځ تر سره شوه دې سره مجموعي منډې ګرانو لیدونکو نه اتیا شولې صرف او صرف یوه منډه د افغانستان لوبډلې ته لشکري صاحب هم راغلی ما وویلې لشکري صاحب زیاته دمه به دې نه کړي ځکه چې نوروز منګل په دریو بالو باندې درې شپږیزې وهلې ما فکر میکنم نوروز منګل اگر یک بزرګي کنه ای ضربه را سکس بزنه که پنج نمره ما سره کنیا قرض بانه سکس بله مختار لشکری مونده نباشید هم گوزه پنج نمره ما ماند سر کنیایی باشه دیگه وقت انشالله حساب میکنیم قرضدار قرضدار ماندن کنیایی ها و خانه آباد که یک نمره ماند و امیدوار هستم که خوشتان آمده باشه لذت برده باشید پیروزی و تمام مردم افغانستان و خانواده شهدا و رئیس جمهور افغانستان و خانه ملت و پارلمان و مشران جرگه و تمام ملت افغانستان تبریک و تهنیت باشه و امیدوار هستیم که از این پیروزی لذت برده باشید
امیدوار هستیم که روز چهارشنبه روز جمعه این هفته هم در برابر همین کنیا با همین بزرگی و با همین قدرت مبارزه کنیم، ایستادگی کنیم و بتانیم که کنیا را شکست بدیم و این هم مرد به هر حال چی بگوییم؟ نوروز منگل. مرد بزرگ این میدان نوروز منگل که نات اوت به هر حال در قسمت جمع کردن امتیازات و رنزها میشه گفت که کنیا به تیم ملی کرکت افغانستان نباخت، به نوروز منگل باخت. البته در بالها هم نباید فراموش کنیم که حمید حسن و شاپور زدران بهترین بازیکنان ما بودن و این هم خوشحالی هموطنان ما که در ورزشگاه هستن. مطمئنن روز جمعه این ورزشگاه پر از تماشاگر خواهد شد و هموطنان ما از سراسر امارات به شارجه خواهند رفت. رامین سالک قرار است که با سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان مصاحبه کنه. آقا وسنی احساسات بدون شک همراه با اگر موفق شوه رامین سالک بتونه نوروز منگل را در کنار خود داشته باشه، با نوروز منگل صحبت کنه و سایر بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان که امروز خیلی واقعا به ما هدیه بزرگی دادن. فکر نمی‌کردیم که کرکت افغانستان با این قدرت بیاید و کنیا را شکست بده، اما کار نشد نداره، خواستن توانستن است و این به هر حال صرف این واژه یعنی همین، یعنی غیرت، یعنی پیروزی، یعنی ما ملت بزرگی هستیم و میتونیم کارهای بزرگ را انجام بدیم. همان طوری که در گذشته در عرصه‌های مختلف و در رشته‌های مختلف ورزشی این کار را کردیم و انجام دادیم، اما این برای نخستین بار در تاریخ ورزش‌های تیمی ماست که ما به جام جهانی میخوایم صعود کنیم. 50% ویزای ما در به هر حال کنسولگری استرالیا صادر شده، 50% دیگر ان شاء الله روز جمعه صادر خواهد شد. رامین سالک، بله رامین جان، بله رامین جان، میشه صحبت ها را با سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان و بازیکنان داشته باشی و بعد از ما در خدمت هستیم در کابل. بله رامین، صدای ما را میشنوی؟ اگر میشنوی دست راست بالا. آه صدایت هم بشنوی، آقای لشکری. رامین جان تبریک میگم به خودت و خوشا به حال خودت که در جمع بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان هستی. از طرف ما به تمام کادر فنی، کادر رهبری و تمام بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان پیروزی تبریک بگو. این شما و این بیننده های ما و این تیم ملی کرکت. دقیقاً تیم ملی کرکت افغانستان تونست با تفاوت 8 ویکت تیم کنیا را شکست بده و اولین گام بسیار قوی برداشت. من فکر میکنم که 80% بلیت های جام جهانی استرالیا را ما به دست داریم تا بتانیم روز جمعه قهرمان در این مسابقه ببریم کنیا را و به مسابقات استرالیا صعود کنیم. در جمع بازیکنان هم بینید که قهرمان های افغانستان است که تانستن مسابقه را بره و بیرق افغانستان را به اعتزاز در بیاره. اولی که پرسال میکنم از مربی تیم، با بسیار یک تفاوت بالا بردیم، چی انگیزه باعث شد و چقدر ورزشکارای ما زحمت کشیدن و علتش در چی بود که باید تفاوت بدن؟ تون بسم الله الرحمن الرحیم، تون مخه طول ملت اول زما طرف نوم مبارک بات یم چی مود پر ډیر ضروری میچ چې کریکټول هم وګړل او لا ختم شوی نه دی، نور دواګانی په کار دی لکه مې نور مهنت کې یو میچ بل پاتې دی، یو میچ بل وګټو ان شاء الله ورلد کپ ته بزو د نننی میچ ګټلو چې د ټول مزات وجه د الکانو په ټیم ورک مهنت ټول په یوځای باندې لوګو کده په یو دی ګروپ په شکل کې دی، یو فیملی په شکل کې او دا غي رزلټ هم دراله چې موږ ډیر خبرې کوو ان شاء الله غوړې قسم ډیر خبرې کوو. بینندای عزیز، واقعا زحمت های این مربی تیم ملی بوده و این زحمت های قهرمان های ما بوده که ما تونستیم مسابقه را با تفاوت بسیار بالا بریم. رئیس صاحب، بر شما تبریک میگم مسابقه را و در افغانستان همگی منتظر است، در تمام جایی که تلویزیون یک میبینه کلگی منتظر شما قهرمان است که و کلگی به نمایندگی از دفتر تلویزیون یک من به شما اول تبریک میگم و پیامتان را میخوایم بشنوم. ما هم به نوبه خود به تمام هموطنان عزیز تبریک را میگیم، خپلوار سره ټول هموطنان ته د دې سترې بریا مبارکي وایم. په دې کې شک نشته زمونږ تلان ډیره خلو به وکړه او سره تاسو مخ کې مربی ته زمونږ کوچ ته روزون کې تم اشاره وکړه. دا ټول یو منسجم کارو د ټولو ګډ کارو او د دې شاته یو خپ قوي پلان ضروري باید افغانستان باید موږ هیره نه کوسې. کینیا ډیره پیاوړې لوبډله ده او پخوا یې حتی دوه درې وارې جامې جهاني ته لاره پیدا کړې ده. هدف مقصد دا نه و چې کینیا لوبه خرابه کړې ده، اصلي د دې علت دا و چې افغانستان ډیره ښه لوبه کړې ده او حتی اوس هغه مخکې چې موږ دعوې کولی چې موږ باید بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونو سره لوبه وکړو، هغه دعوه تر ډیره برید دلته رښتیا کیږي، چون د دوی دا لوبه د دې ښکارندوی ده چې دغسې بشپړ هیوادونه هم راشي او انشاءالله افغانستان به بشپړ هیوادو سره هم ښه لوبې وکړي. البته ګټه او بایل خو دی
هغه په لاس کې ده د دې لوبې برخه ده. دوباره شما سوال خواهد داشته میرم به آقای محمد نبی که کپیتان تیم ملی افغانستان است و واقعا کپیتان خیر رول عمده در تیم دارد، در منیجمنت تیم، در اداره کردن تیم و همچنان روی تاثیر بازی خودش، روی تاثیر بازیکن‌ها، یعنی چه رقم تاثیر میگذاره سر بازیکن‌ها در اسنای بازی. آقای نبی تبریک میگم برای شما و ملت عزیز افغانستان منتظر پیام خودت است. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل باور باندې ټول دم مبارکي ورکوم دې بریا باندې، ځکه چې دا ډېر مهم مچنه زموږ لپاره او کوم را روان چې میچ دی هغه د بالا به سرګم دي میچ ته پلان نیول یا هغه میچ ته به پلان نیسو چې یو په غټ مارجن باندې موږ کینیا ته ماتې ورکو او کوم چې جام جهاني ده په 15 کې تلاره پیدا کړو. تشکر از شما. هم یک مرور میکنیم که منیجر تیم آقای شفیق که واقعا زحمات زیاد میکشه و پیروزی رو براتون تبریک میگم و افغانستان بسیار با تفاوت بسیار زیاد بود. آیا فکرش میکردین؟ بله، پلان ما امی بود. اول تبریک میگم به کل هموطنهای خود و تشکر میکنم از تلویزیون یک که با کوریج بسیار خوب به مسابقات افغانستان و کنیا را به کل هموطنهای عزیز در خارج و داخل کشور میرسانه. وقتی که ما تیم کنیا را به 90 رن زاوت کردیم، مربی امی پلان به بچه‌ها داده شد که با تفاوت بزرگ تیم کنیا را شکست بدیم تا مورالشان ضعیف شوه در مسابقه آینده، و خوشبختانه بچه‌ها توانست که با تفاوت بسیار بزرگ اونا را شکست بدن و الحمدلله ما کوشش میکنیم که روز جمعه مسابقه آخرین خود را ببریم تا تیکت خود را به استرالیا کنفرم بسازیم. تشکر. آقای نوروز منگل که کلگ افتخار میکنه که چنین بازیکنهای ما و تیم ملی خود داره، مانند حمید حسن، آقای نبی، شاپور زدران. بالا آقای منگل در پیش من است. آقای منگل، آخرین بیتنگ خودت کردی، یعنی بازی را چطور دیدی و خسته نباشی؟ بسیار خسته هم هستی میفهم و میخوام پیام تا بشنوم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه په خپل وار در لویه کامیابی ټول افغانانو ته وایم، او یقینا چې د کوم خلک راغلي افغانان دوی موږ تشویقوي، دوی نه موږ ډېره مننه کوو. زه خپل وار باندې یقینا چې موږ ډېر ښه پلان درلودو، کوچ دې ښه پلان راکړی، او بیا خاص طور حمید حسن نه چې یو ډېر ښه سټارټ یې موږ ته راکړ، شاپور زادران چې په سرکل کې موږ ته شروع کې وکټې واخیستې، نو کینیا موږ ته دومره غټ هدف رانه کړ، چونکې په دې وکټ باندې د اتیا رن زموږ دومره اسانه نه ګڼل. موږ چېره تر 50 اوور پورم په میدان درې مقصد دا چې مونږ میش وګټو، نو هغه پلان سره الحمدلله مونږ کامیاب شو. دا میش هم ډېر په ترکیه سره وګټلو، نو بیا هم زه ټول کریډټ یا د لوبې مین اف لو پلیر دی نن لوبې هغه حمید حسن ماشاءالله ډېر ښه بالینګ یې وکړ چې مونږ ته هغه د کینیا ټاپ بیټسمینان آؤټ کړه. شاپور زادرانو ماشاءالله اور فیلډینګ ډېر ښه وشو. تاسو وکړه چې په 90 رنز باندې هغې ټیم آؤټ شو، نو دې وجه وه چې مونږ هغه هدف دومره مشکل نه و، او الحمدلله بیا مونږ خپل پلان سره لاړو میدان ته، او کوچ دم مشوره راکړې وه چې پس تاسو وکړو درېږئ رنځونه خپله کېږي. نو یو ښه پلان و، او هدف دا نه چې مونږ دا میچ وګټلو مونږ کوالیفای شو. جمعې په ورځ ډېر مهم میچ دی، او دا مونږ پرېښو څه مونږ کړو بس دا ختم روان میچ دپاره مونږ تیاری کوو تر څو وکولی شي هغه میچ اسانه سره وګټو. حتما مسابقه را میبریم و شما قهرمانای ماستین، شما افتخارات ماستین و کل مردم افغانستان نفوذش چشم بر شما دوخته و امید از شما داره. میخوایم از آقای حمید حسن پرسان کنم که شانه میفهم بسته شده، مظلوم هستی و ما یعنی خیلی ناراحت هستیم. خدا کنه که روز جمعه آماده باشی، سرحال باشی و خودت کسی بوده که بیشترین بازیکن اوت کرده، یعنی ویکیتا، یعنی تقریبا 4 بازیکن. میخواستم پرسان کنم که اولی که خیلی خوب درخشیدی مانند دیگه بازیکنای ما، و درباره بازی روز جمعه چی میگی و بازی امروز چطور بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا زه ډېر مبارکیم د افغانستان ټول خلکو ته. واقعا موږ یو سټپ نور هم نږدې شولو ورلډ کپ دپاره، خو اوسه پورې فیصله نه ده شوې، ځکه جمعې پر ورځ چې کومه لوبه دغه ډېره زیاته مهمه ده. کوشش به هم دا چې په هغې لوبه کې هم ښه پرفارمنس وشي، ښه بالینګ وشي، ځکه نن میچ کې ماشاءالله زموږ ټیم مینجمنت څومره چې څومره سټاف و لوبغاړي څومره ډېر یو ښه کامبینیشن جوړ و، ډېر ښه افرټ وشلو. همدا وجه وه چې زموږ سپورټ خو یو بل پسې، خاص کر د افغانستان خلکو دعاګانې ډېرې زیاتې دي موږ پسې. که تاسو ګورئ دغلته اوس هم دا بیچارهګان ټول کارونه کوي، دلته کارونه یې پرېښي دي راغلي دلته تشویق دپاره. او انشاءالله دوی نه زه همدا هیله کوم چې جمعې پر ورځ هم راشي، ځکه جمعې خو دلته رخصتي، افغانستان کې به هم رخصت وي. نو چې څومره افغانان دي زموږ په افغانستان کې دي که په خارج کې دي، خدای دې وکړي چې دوی همدغه شانتې موږ ته دعا وکړي، او دغه چې کوم میچونه دي دغه بل پاتې وي دا هم وګټو، او دردونه دا خیر پروانه کوي چې میچونه ګټو هغه دردونه خپله هېرېږي. نو انشاءالله بل میچ کې به زه هم کوشش کوم چې دې نه هم ښه پرفارمنس وکړم.
خب تشکر بسیار زیاد از خود آقای امید و ما روز جمعه من بیندای عزیز هم مگی در 20,000 نفری خود حاضر شدن و کلشان تیم ملی افغانستان با یک ساعت تشویق خواد کردن. آقای شاپور زدران که یکی از بازیکنهای بهترین بازیکنهای ما که تانست دو بازیکنه آوت کنه، میخواستم درباره بازی امروز بگویم و اول تبریک میگم برای پیروزی تیم ملی افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. ز اول دستم د ټول افغانستان ته د دې منهج مبارکي ورکوم او د موږ د دې منهج هغه ټول د حاجي کبیر خان او د ټرینر د دغه هغه باندې په یغه سمې پلان باندې موږ له پاړو اسما بولینګ موږ هغه ډیر ښه هغه سو کامیاب سو او په دغه باندې موږ د منهج په اسانۍ سره وګټاو. نه موږ بل منهج سمې د جمعې په ورځ ده هغه زمون وخت ډیر زیات مونږ هم د زکه سینې موږ وړکپ ته وروزو هغه د موږ او زه د ټول افغانستان د هڅه عوام نه ټولو غونه زه دا کوم چې موږ وخت ته دعاګانې وکړو او موږ د جمعې میچ له خیر سره د خیر سره وګټو چې وړکپ ته وځو او نور به څه ووایم. تشکر از خود تامه، تشکر زحمت کشته بفهم خسته هستی و تشکر از اینکه کلمه مصاحبه کردی و تبریک میگم یک بار دیگه. تشکر، زنده باشی. مختار صدای مرا مشتای جمع بازیکن‌ها بله، بود که صحبت کردیم جان، و میخوایم سوال داشته باشیم. امیدوار هستم که بتانیم همراه بله من فقط یک سوال همراه نوروز منگل داشته باشم و اینکه صحبت کوتاهی ما با خود نوروز منگل داشته باشم. آیا هست یا که خسته بوده و رفته؟ باش مرا صحبت کنم. اگر آقای نوروز منگل اگر ما کشان صحبت بکنم، چون یک فکر میکنم که رادیو کسشون مصاحبه داره و ما میاین اطمان تا وقت ما خود صحبت میکنیم رادیو صحبت میکنه کسشون بسیار خوب. صحبت کرد من میاین. موضوع دیگر رامین جان، در این نقطه ای که استودیوم ورشی قرار داره در شارجه، آیا هموطنان ما در اطراف این استودیوم ورشی در خود شارجه ما میدانیم زیاد هستن، در دبی زیاد هستن و در خود کشور امارات خیلی از هموطنان ما هستن، آیا تدابیری سنجیده شده که هموطنان ما روز جمعه بتونن و خود رو برسونن به این ورزشگاه و از نزدیک تیم ملی رو تشویق کنن؟ مختار، روزی که مسابقه 20 اور ما بود، شب بود، این استادیوم واقعا دیده که چه حال بود و چون کلگی که با کار هست اینجا خودتان میفهمین که کلی وظیفه دارن و امروز به خاطر اینکه روز چهارشنبه بود رخصتی نبود، روز جمعه ما فکر میکنیم که حداقل 80% از این استادیوم بتمن افغانستان رو با یک صدا تشویق میکنن. بسیار خوب، تشکر از خودت رامین جان، تشکر از تمام بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان و اگر بتانیم اگر بخواستیم که آقای نوروز منگل بله اگر نوروز منگل اگر صحبت داشته باشه آقای نوروز منگل بشه. بله، سوال تان کنین، ما برشان ترجمه میکنم. بسیار خوب، تشکر رامین جان. ابتدا میخوایم تشکری کنی از نوروز منگل، یکی از بهترین بازیکنان تاریخ کرکت افغانستان، و موضوع دوم این که نوروز منگل چقدر متعقن هست که تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی 2015 بتانه خوش بدرخشه و بتانه که در برابر حریفانی که خیلی قدرتمندتر از کنیا هستن بتانه بازی های خوبی را از خود به نمایش بگذاره. آقای نوروز منگل، آقای لشکریستان سوال داشت و صداشون تا من میشنیدم، میخواستم بیندایم کل ایدر رو میخواستم یک بار دیگه سوال از پیشتر پرسان کنم که آقای لشکری سوال کرد که چه قید شما اطمینان دارین که افغانستان بتونه مسابقاتی که استرالیا به خیر سود میکنه که ما 80% یعنی ما فکر میکنیم سود کردیم چون تیم کنیا رو باز هم شکست میدیم، یعنی بتونیم خوب بدرخشیم و بتونیم خوب نتیجه بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله لوبغاړو یقینا چې یو ټیم ورک جوړ شوی دی او یو کمبینیشن روان دی وین، لکه څنګه سکاټلند نه نامیبیا نه او دغه د کینیا نه موږ روان یو، بیا هم موږ باید دومره په آرامه نه شو چېره موږ نن خوشحالي جوړه کړو چېره موږ میچ وګټلو. نن میچ به موږ هیروو، را روان میچ لپاره باید موږ ښه پلان ولرو. الله اوسه پر رښتیا هم چې موږ کوالیفای شوي نه یو، نو کوشش به کوو چې یو نوی پلان سره پیچ په مطابق باندې ټیم به جوړیږي انشاءالله، هماغه په مطابق به بالینګ کیږي او ماشاءالله الکان ډېر ریدم کې دي، لکه څنګه حمید حسن شاپور زدران سپینر زموږ ماشاءالله ډېر ښه دی، فیلډنګ ډېر ښه روان دی، نو بیټنګ ماشاءالله چې نن زما د شهزاد تر منځ کوم پارټنرشپ وشو نو یقینا دا به نه وي چې رنځونه کم شي. بیا هم موږ دا کم رنځونه ډېر جدي اخیستي وو، موږ خدای ماکه په دې کې دا میچ اکثره په کم رنځونو باندې میچ بیلل کېږي او د شارجه ویکټ چې ده هغه د یو نیم سل نه یو سل اویا رنځونو نه چې ده دا ډېر مشکل هدف دی. نو ماشاءالله لوبغاړو ډېر ښه لوبه وکړه، موږ وی چې نن یو نیم سل باندې یو شي خودي په نوي اوړ شول، نو یو ډېر ښکلی هدف هم پوره کړ
او زه دا وایم چې په دې کې د افغانانو دعاګانې هم موږ سره وي. ستاسو د یک تلویزیون هم ډېره مننه کوو چې دغه خپرونې ټول افغانانو ته په ژوندۍ بڼه خپروي. دغسې ټول افغانان راغلي دي، خپل ټیم بدرګه کوي په ډولونو په سازونو په افغانستان زنده باد باندې. نو هلکانو کې جذبه زیاتېږي، او کوم هغه ولایتونه چې هغوی تلویزیون نشته، ځینې مطبوعات دي چې راډیو لري او دعاګانې موږ ته کوي. نو انشاءالله دغه دعاګانې او د هلکانو خوري محنت وي نو مشکل نه ده، او هلکانو کانفیډنس چې دی ډېر لیول یې های شوی دی. خو بیا هم بیا هم دوی منیجمنټ به هم کېني، کوچنګ به هم کېني، تر څو موږ ارامه نه شو او ډېر ورنژدې شوي یو د جامع جهاني ته. او خدای دې وکړي، خدای دې وکړي چې موږ کولیفای شو. لشکری سوال داره نه آقای نوروز منگل؟ یک سوال دیگر، یک سوال نه، یک وعده کنه نوروز منگل و یک پیش بینی کنه. روز جمعه نوروز منگل برای تیم ملی کرکت افغانستان چند امتیاز کمایی میکنه؟ خود تنها خود نوروز منگل. آقای لشکری سوال میکنه که آقای نوروز منگل به ما چه وعده میده که در روز جمعه چقدر امتیاز کسب میکنه به تیم ملی افغانستان؟ یقینم چې د هر یو د لوبغاړو او د هر یو افغان دا امید دی چې هغوی کولیفای شي. نو انشاءالله موږ به سل په سلو کې خواري کوو، محنت به کوو، او ډېر متوجه به وو دې دپاره چې غلطه شاټ ونو، غلطه لوبه ونو کو. څومره تکلیفونه چې دي هغه باید موږ په هغه مغه ورځ باندې ځان ته وساتو چې یاره څنګه موږ کولی شو مشکل نه بال سره مخامخ شو، یا ښه فیلډ وکړو، یا ښه کیچ ونیسو، یا یو ښه 15 سلیزه وکړو د خپل ټیم دپاره، خپل هیواد دپاره. نو هر یو لوبغاړی دا هوپ لري، دغه یو امید لري چې انشاءالله موږ به خلو به کوو تر څو وشي چې جام جهاني ته کولیفای شو. آقای لشکری سوال دیگه وجود داره؟ فقط تشکر از خودت رامین جان، تشکر از نوروز منگل، تشکر از تمام خانواده کرکت بورد افغانستان. تشکر از خودت هم که برنامه را پیش بردی. خواهش میکنم، خواهش میکنم. که یعنی برنامه ما رو واقعا جذابتر و بهتر و خوبتر ساخته. خواهش میکنم، تشکر رامین جان. آهنگ پیروزی با افتخار، پیروزی افتخارآمیز و غرورآفرین تیم ملی کرکت افغانستان. تبریک به تمام شما هموطنان عزیز در هر کجای دنیا که هستید.
افغانستان و پیروزی از آن ماست و واقعا پیروزی از آن ماست، حداقل در طول این چند ماه اخیر نشان دادیم که پیروزی واقعا از آن ماست. با اجازهتان تا شما رفتید یا آهنگ دیدید آمدید، ما هم در استودیو یک چیزی به خود دادیم، یک تحرکی به خود دادیم و خوشحالی کردیم دیگه به نوع ما هم. جناب همکار تبریک باشه به شما، جناب احمدزاده تبریک باشه به شما و امیدوار هستیم که این پیروزی ها متداوم باشه و ادامه دار باشه در رشته‌های مختلف ورزشی و تیم ملی کرکت افغانستانی که خیلی زود باید یک بار دیگه این پیروزی رو تکرار کنه، یعنی دو روز بعد، فردا نه پس فردا، روز بله. زه هم په خپل وار سره د یو تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته او تاسو ته ټولو تخنیکی همکارانو ته ټولو هیوادوالو ته که په هیواد کې دننه وي او که د هیواد څخه د باندې وي دغه سترې بریا مبارکي وایم او په دې هیله چې د جمعې په ورځ هم موږ انشاءالله تعالی همدغسې په خوشحالۍ بیا سره یو ځای شو. انشاءالله اینچنین خواهد بود. و جناب احمد به شما تبریک باشه، خسته نباشید. زه هم به خپل وار سره ټول مسلمانان و افغان مسلمانان و د کرکټ مینوالو ته همدارنګه د یو تلویزیون له لورې نه ټولو افغانانو ته د دغه سترې بریاوې کامیابي وایم او خاص کر د یو تلویزیون ټولو کارکوونکو ته او خاص کر لشکري صاحب تاسو ته چې ډېر د تاسو جذبې ته دي زما سلامي موږ هدې یو نو زما په اوښ کې سترو کې اوښ کې راغلې ډېره ښکلې کامیابي او ډېره کامیابی و او خوشحالی و او ټول افغانانو ته بیا هم یو ځل بیا خوشحالی و مبارکي ورکوم. جمعه میبریم ان شاء الله. جمعه میبریم 180 360 نگوید که پس در جای اول میایید. ها با می خاطر نگفتم. بسیار خوب، 180% از ما هم بلکن. ما باز هم میتونیم که کنیا را شکست بدیم و تشکر از تمام همکاران عزیزی بلکن. که در پشت کامرای تلویزیونی هستن، تشکر از همکارانی که به هر حال چند روز میشه، چند هفته میشه که تلاش میکنن تا بتونن این رقابت را با کیفیت بالا تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند کنن. آدرس فیسبوک وان تی وی کرکت، اسپیس فاصله ماصله اسلش ملش هیچ چیز نداره، صاف سوچه فیسبوک میتونید برید به فیسبوکتان و وان تی وی کرکت، وان تی وی کرکت صفحه کرکت شبکه یک، نه صفحه کرکت تمام افغانستان است که در فیسبوک شما میتونید بیایید نظر بدید و در رابطه با روز جمعه هم بیایید ما را با خودتان و با احساسات خودتان شریک بسازید. ملت پرغرور افغانستان، تبریک باشه این پیروزی، خدا نگهدار تا روز جمعه. تا کرکت دیگر به همکاری کامیر، دریچه افغانستان به سوی جهان.